سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه هستید. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق همکارانم در بخش فنی و کنترل تلویزیون اندیشه برنامه نسیم شمال این ساعت رو به شما تقدیم میکنم. برنامه امروز گفتگو و بحث بسیار جالبی خواهد بود بین دو شخصیت مطرح امروز در جامعه ایرانی خارج از کشور که از دو خیابان مختلف به مسائل ایران نگاه میکنند. دکتر علیرضا نوریزاده تحلیلگر و روزنامه‌نگار شناخته شده ایرانی و جناب آقای دکتر محمد سهیمی استاد دانشگاه فعال سیاسی و فرهنگی و به نحوی روزنامه نگار هم ایشون هستند، چون مقالاتشون در نشریات مختلف به ویژه نشریات معتبر انگلیسی زبان به چاپ میرسه. اما قبل از اینکه وارد این ماجرا بشیم اجازه بدید، چون خیلی خوشحالم یه خبر خیلی خوب رو به اطلاع شما برسونم. او این است که بعد از مدت‌ها که سایت ما در حال ساختار مجدد بود، به همت یکی از همکاران حرفه‌ای ما این سایت ساخته شده و من یه توضیحات مختصری میخوام، اگه منو ببرن روی سایت میخوام برای شما بینندگان عزیز در این مورد بدم، اگه میشه. بعد ملاحظه فرمایید این سایت اندیشه.tv یا اندیشه.tv.com هست که ساخته شده و در یک طرف ماجرا شما آخرین خبرهای ایران و جهان رو دارید که ملاحظه میشه و بعد از سایت های معتبر و خبرگزاری های معتبر خبرهای گرفته شده رو شما میتونید تو این سایت مطالعه بفرمایید. برنامه در جریان تلویزیون رو میتوانید در الان میبینید که بنده نیستم، دارم این بازی میکنم با این چه میدونم ریموت، این اسمش چیه؟ ماوس؟ بله. بعد این برنامه است که الان در تلویزیون داره پخش میشه. این قسمت بخش مهمترین خبرهای روزه که به طور روزانه در تلویزیون اندیشه این آپ تو دیت میشه، به هنگام در میاد و شما میتونید ببینید و بعد اخبار در طبقه‌بندی های مختلف با استفاده از خبرهای معتبرترین سایت ها و خبرگزاری های جهان رو ملاحظه می‌فرمایید. این قسمت شما میتونید برید روی فیسبوک و برنامه های تلویزیون اندیشه رو روی فیسبوک ملاحظه بفرمایید و در این قسمت برنامه های قرار میگیره که بیشترین در واقع میزان مراجعه رو روی سایت در طول هفته داشته است که الان ملاحظه می‌فرمایید 5 برنامه مختلف هست. به تعداد مراجعه کنندگان ما این برنامه ها رو انتخاب میکنیم و در این صفحه اول قرار میدیم که ملاحظه می‌فرمایید 5 تا از برنامه سازا رو چهرهشون رو و بر حال برنامه هاشون رو، اگر مثلا فرض کنید برنامه آقای گوهرزاد برنامه‌ای بوده که دیروز پخش شده ولی شما میتونید این برنامه رو امروز هم اگر مایل باشید ببینید، برنامه آقای دکتر هولاکویی همینطور برنامه دیگری است که شما میتونید این برنامه رو هر لحظه که بخواید ملاحظه بفرمایید، برنامه دکتر مجید محمدی، برنامه آقای حسن خیاط باشی و همینطور برنامه همصدایی رو هر لحظه که بخواید میتونید ببینید. این سایت دیگه ما منتظر نشدیم تا کامل بشه، آرشیو سایت در حال ساختنه و حدود 2 هفته طول میکشه تا آرشیو سایت رو هم شما داشته باشید و بتونید برنامه های بیش از 1 هفته رو در اون ملاحظه فرمایید. برنامه ها رو ما تا 1-2 ماه میتونیم نگه بداریم و بنابراین شما میتونید بهش مراجعه بکنید. این خبر خیلی خوبی بود که من میتونستم به شما بینندگان عزیز بدم و خوشحالم که امروز این خبر رو دادم و به هر حال اجازه بدید که چون این روزها مسائل مربوط به تمامیت ارضی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، اولین پرسش من از دو میهمان ارجمندم آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر سهیمی که در بحث و گفتگو شرکت میکنن چیزی جز این نخواهد بود که جست آقای محمود احمدی نژاد در سفر به جزیره ابو موسی رو چگونه باید نگاه کرد، آیا مسئله
جدی است و موضع ایرانیان خارج از کشور در قبال این قضیه بسیار بسیار مهم چه باید باشد. اما قبل از اون میریم سراغ یک هنرمند، سالار عقیلی، به قطعی از او درباره وطن نگاه میکنیم، برمیگردیم و برنامه رو ادامه. کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. بینندگان عزیز، برگشتیم و در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای که من فکر میکنم که بحث داغی رو به ما پیشنهاد میکنه. از همینجا سلام میکنم به آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن. آقای دکتر سلام. جناب فروزنده عزیزم، آقای دکتر سهیمی عزیز و همینطور بینندگان شما که بسیاری بینندگان روشن و اندیشورزن مثل نام تلویزیون. سپاسگزارم جناب دکتر سهیمی، خیلی خوش آمدید. منم خدمت شما جناب فروزنده، آقای دکتر نوریزاده و همتان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در بحث با آقای دکتر نوریزاده شرکت میکنم. خب از ایران شروع کنیم و از آخرین رویدادها، رویدادهایی که بسیار حساسیت برانگیز هم هست برای همه ما ایرانی ها و سفر چندین روز پیش آقای احمدی نژاد به
جزیره ابو موسا. جزیره ابو موسا میشود گفت بین این سه جزیره مهمترین این جزایر هست و اون رو دید آقایون رو میخواستم این رو چگونه میبینن، آیا احمدی نژاد یک مانور داره انجام میده. اصولا عمل احمدی نژاد قابل تاییده، فارغ از اینکه ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، این عمل رو چگونه ما باید باهاش برخورد کنیم، موضع ایرانیان خارج از کشور چگونه باید باشه. اجازه بدید با توجه به اینکه آقای دکتر نورزاده در لندن هستن با ایشون شروع کنیم این سوالو و نظر ایشون بخوام، برای اینکه قاعده بازی رو هم درست بریم جلو. اگر دوستان هر دو دوست ارجمند من موافقت بکنید، برای هر سوال حد اکثر برای هر نفر 5 دقیقه وقت میگذاریم، البته اگر کمتر استفاده کنید ممنون میشم، ولی اگر حد اکثر این باشه که بتونه گفتگو حرکت بکنه. جناب دکتر نورزاده. بله، من اولا سوال میکنم که تصویر من به همین تاریکی است که روی تلویزیون میبینم یا اینکه تصویرتون خیلی درخشان نیست، ولی ما عدم درخشانی تصویرتون رو به فصاحت کلامتون میتونیم وقتی جناب دکتر سعیمی صحبت میگد من سعی میکنم نور رو یه خود تغییر بدم، شاید بهتر باشه. به هر روی، اولا آقای احمدی نژاد به عنوان یک ایرانی، فارغ از این که ما ریاست جمهوریشو مشروع یا غیر مشروع میدونه، حق داره به هر گوشه از سرزمین ایران سفر کنه. ابو موسا هم بخشی از خاک ایران، بنابراین هیچ اعتراضی به اینکه آقای احمدی نژاد در چارچوب دیدارهای استانیش به ابو موسا رفته هیچ اعتراضی نیست. و حالا من میرسم به اینکه چرا آقای احمدی نژاد این موقع رو انتخاب کرد. اما در هر روی ما ایرانی ها هیچ کدوم اختلافی در این نداریم که این جزایر متعلق به ماست. بو اینکه متاسفم من وقتی ایران این سه جزیره رو به سرزمین مادری وصل کرد، در همون زمان که من امروز رفته بودم پیدا بکنم بعضیاشم دیدم، در همین زمان خیلی گروه های مخالف شاه به شدت به او تاختن، این کار رو استعمار خوندن و همونطور که در مورد ظفار موضع خیلی تند گرفتن، در این موردم مخالفت کردن که بله این ژاندارم خلیج فارس رفته. و جالب اینه دیروز من در تلویزیون تیش که مال حزب دموکرات کردستانه همصدا شدم با یه هموطن عرب ایرانی و ایشون مکرر هم گفت خلیج و من گفتم خلیج فارس، ایشون گفت شما چرا به خوزستان نمیگه محمره؟ گفتم برای اینکه اسم خوزستان 3000 سال سابقه داره. و بعد ایشون گفت این جزایر مال اماراته، که به شدت منو ناراحت کرد و من جواب تندی دادم بهش و گفتم 50 سال پیش من توی 3 سمینارم گفتم امارات برای من تاریخ بیاره که اصلا چیزی به نام امارات وجود داشته، شارجه، رأس الخیمه، ام القوین همشون خراجگزاران ایران بودن و در مورد این جزایر ایران حاکم براش تعیین میکرده و اصلا هیچ وقت جز و چیزی به نام امارات نبوده یا جز و شارجه نبوده، کما اینکه تون به کوچک و بزرگم هیچگاه جدا از وطن ما نبوده. انگلیس ها آمدن اشغالش کردن و بعد خب این اتفاقات افتاد و من افتخار میکنم اگر در عمرم هیچ چیز از من نمونه، این با ترکیب خلیج همیشه فارس که من در مجله امید ایران در روزی که خلخالی رفت به دبی و گفت خلیج رو اسلامی میکنیم تحت عنوان خلیج همیشه فارسی است، حتی اگر خلخالی نخواهد، سرمقاله من در امید ایران بود که مان و این ترکیبم ماندگار شد. چقدر خوشحالم و همینطور سه جزیره تا ابد ایرانی. من کار احمدی نژاد رو از نظر سیاسی یک نگاه دیگه بهش دارم، ولی از نظر مسئله سیادت و حاکمیت ملی ما هیچ کار اشتباهی نکرده، کار درستی بوده. اما از نظر سیاسی او بهره برداری های خودش رو میخواسته بکنه و موفقم شد. یکی اینکه مسئله استیضاح وزیر کارش اصلا از دستور خارج شد، دوم اینکه ناگهان همه فضاسازی هایی که در مورد مسئله یارانه ها می شد و نمیدونم این مسائل اصلا جای خود یه دفعه تغییر داد به این مسئله داد و تعدادی از نمایندگان مجلس هم اومدن بیانیه رو امضا کردن، گویی که چند تایشون نکردن و اغلب اینایی هم که در دبی دارای ارتباط تجارتی هستن. و همینطور آقای لاریجانی هم موضع گرفت و
به نظر من بازی خودش رو احمدی نژاد خیلی خوب کرد و همینطور فضا رو با موضوع ملیت، موضوع حاکمیت و سیادت ایران، فضا رو به نفع خودش تغییر داد. هر سیاستمداری از این بازی‌های سیاسی می‌کنه، ولی اصل موضوع اینه که این جزایر همیشه ایرانیه. امارت شارجه یک پاسگاه ژاندارمری در اونجا داره، 350 شهروند داشتن که یه تعدادی خود زیادش کردن و در یه بخش کوچکی از جزیره، چون در موضوع قرارداد 71 مسئله حاکمیت حل نشده به معنای حقوقی و بین‌المللی کرمه، بلکه سیادت، یعنی عنوان سیادت شده که اون معنی حاکمیت رو میده، یا یعنی ایران در واقع در اونجا دارای حاکمیت و بخشی از ثروت دریایی و ثروت نفتی اگر به دست بیاد به امارت شارجه داده میشده، سالی 750,000 بشکه نفت قیمتش. و بنابراین تا امروز هم اتفاقی که فقط ببخشید تمام میکنم حرفم، اتفاقی که افتاد در سال 92، فرماندار اونجا که یکی از افراد سپاه بود، شهروندان غیر شارجه‌ای اونجا رو سواری کشتی کرد بیرون کرد، که اینا مصری بودن، پاکستانی بودن، فیلیپینی بودن و اردنی، اینا رو بیرون کرد. و از اون به بعد امارات به این بهانه که ایران قرارداد 71 رو زیر پا گذاشته، مدعی کل جزیره و دو جزیره تنبه کوچک و بزرگ شد که قاطعیت داره ما حاکمیتمون در اونجا و هیچ مولای درزش نمیره. معذرت میخوام طولانی شد حرف. فرمایشات دکتر نورزاده در مورد اینکه این سه جزیره متعلق به ایرانن که خب جای حرف نداره و واقعیت تاریخی است. من میخواستم به صحبتایشون یه نکته هم اضافه کنم و اون بود که نیروهای ایران وقتی که سه جزیره گرفتن روی روز 30 نوامبر 1971 بود و روز اول دسامبر 1970، یعنی روز بعد، روزی بود که دولت انگلیس رسما خروج خودش رو از شرق سوئز اعلام کرده بود. یعنی در واقع نیروهای ایران وقتی وارد سه جزیره شدن، این حالت به وجود اومد که در واقع اینا هنوز با دولت انگلیس طرفن، چون امارات روز بعد اعلام استقلال کرد. و برای این که بگیم این سه جزیره متعلق به کشوریه که روز اول دسامبر 1971 به وجود اومده، در حالی که این سه جزیره 3000 ساله در متعلق به ایران بوده، حرف مسخره‌ایه. حالا در مورد اینکه آقای احمدی نژاد چرا این کارو کردن، ببینید من هفته گذشتم خدمت شما عرض کردم آقای فروزنده، آقای احمدی نژاد از موقع انتخابات سال 2009 متوجه شدن که باید یک جهت دیگه‌ای برن، راه خودشون رو از روحانیون یا لااقل روحانیون که با اینا مخالف هستن جدا کنن. اینها اومدن کاری که کردن این بود که به ناسیونالیسم ایرانی مراجعه کردن. همونطور که عرض کردم هفته گذشته، آقای احمدی نژاد منشور کوروش رو از لندن آوردن، جشن نوروز رو میخوان در تخت جمشید بگیرن. همین چند وقت پیش گفتن که فردوسی بود که اسلام رو در ایران نجات داد. و این مسافرتشون به جزیره ابو موسا هم که خب البته متعلق به ایرانه و هم تا آقای دکتر نوزاده گفتن هر ایرانی میتونه به هر جای خاک ایران بره، این هم در راستای همه اون بود، منتها یک جنبه سیاسی هم داشت. آقای دکتر نوزاده هم بخشیش اشاره کردن، ولی به نظر من مهمترین بخش سیاسی سفر آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسا این بود که آقای احمدی نژاد رو از مذاکرات هسته‌ای به طور کلی کنار گذاشتن. یعنی آقای احمدی نژاد و تیمش نقشی در مذاکرات هسته‌ای ندارن. چون نقشی در مذاکرات هسته‌ای ندارن، به نظر من آقای احمدی نژاد یکی از اهدافش برای مسافرت به جزیره ابو موسی این بود که یک مقدار توجه رو به خودش و نقشی که به عنوان رئیس جمهور در مملکت داره جلب کنه. به هم دلیل خب به جزیره ابو موسا رفت. حالا این که آیا ایشون در این لحظه حساس در این برهه از زمانی مسافرتشون به جزیره ابو موسا کار عاقلانه بوده یا نه، این رو من میدونم که یه ده مورد بحث قرار دادن، ولی به نظر من سفر آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسا
یکی در راستای همون اقداماتی بود که ایشون و آقای مشایی و بقیه در راستای مطرح کردن ناسیونالیسم ایرانی انجام دادن که به اصطلاح میخوان بین خودشون و گروه مخالف تمایز قائل بشن، و یکم بهره برداری سیاسی بود. آقای دکتر نوروزی هم اشاره کردن آقای شیخ الاسلامی وزیر کار قرار بود استیضاح بشه، بعد ایشون دولت آقای احمدی نژاد گفتن که 28 هزار تومان به حساب هر کسی که یارانه دریافت میکنه ریختن و این با این مخالفت شد و مسائل از این قبیل، بودجه رو دیر به مجلس فرستادن و مسائل قبیل. ولی به نظر من این که اینها میخواستن مذاکرات هسته‌ای رو یک مقدار تحت شعاع قرار بدن و توجه رو به خودشون جلب کنن، نقش مهمی در این مسافتشون به جزیره ابو موسی داشت. خیلی متشکرم. پرسش بعدی من از آقایون این است که حالا این حرکت آقای احمدی نژاد یه حرکت سیاسی بوده، بهره برداری سیاسی خودش رو میخواست انجام بده، یه امری است که واقعا فقط مصرف داخلی داشته، یا اینکه نه اشاره به یک نوع ادعاهایی هم داره میکنه که این ادعاها از طرف اعراب داره مطرح میشه؟ پاسخ این سوالش من کافی نیست، اگر بفرمایید که نفرمایید که ما تا چه حد در خارج از کشور این مسئله رو باید جدی بگیریم، تا چه حد باید مسئله ناسیونالیسم ایرانی رو بهش در این حرکت آقای احمدی نژاد بها بدیم و به هر حال ادعاهای اعراب رو در این مورد در این مرحله از زمان باید جدی بگیریم و کنار احمدی نژاد بایستیم. اصلا ما میتونیم کنار احمدی نژاد بایستیم اگر حرفی رو در راستای منافع ملت ایران میزنه، یا باید با تحلیلای سیاسی خودمون و خوندن هدفهای اون او رو به حال خودش رها بکنیم؟ سوال خیلی سخت است. با شما شروع میکنم. ببخشید وقتی من صورتمو برمیگردونم منو میبینی رو تصویر، برای که من شما رو از تلویزیون نگاه میکنم ولی صداتون از اسکایپ میشنوم، چون تصویرتون اشکال نداره. اجازه بدید آقای نوروزی این سوال ابتدا آقای سهیمی پاسخ بده. ببینید جناب فروزنده، دفاع از منافع و مصالح ملی ایران وظیفه هر شهروند ایرانیه. منافع و مصالح ملی ایران بر طبق تعریف اونهایی هستند که مستقل از نوع نظام سیاسی است که حاکم بر مملکته، یعنی میخواد رژیم شاهنشاهی باشه، میخواد رژیم جمهوری اسلامی باشه، میخواد فرض کنید یک رژیم کاملا 100% دموکراتیک باشه. یک سری منافع و مصالح هست که مستقل از ایناست. یکی از اینها البته حفظ تمامیت ارضیه. تمامیت ارضی ایران و دفاع از اون یکی از منافع و مصالح مهم ملی ایرانه، و بنابراین ما چه داخل ایران باشیم چه خارج ایران، چه طرفدار جمهوری اسلامی باشیم چه دشمن خونی جمهوری اسلامی، از این کار، از اصطلاح تمامیت ارضی ایران، از جمله دفاع از مالکیت این سه جزایر توسط ایران باید دفاع کنیم. من دوست دارم که توجه بینندگان رو به یک نکته خیلی مهم جلب کنم. چند ماه قبل روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله بسیار مفصل و مهم رو منتشر کرد که در این مقاله اشاره کرد که دولت امارات متحده عربی کمپانی بلک واتر رو، یعنی همون کمپانی که نقش مهمی در جنایات عراق داشت و حالا اسمش رو به زی اکس زی عوض کرده و صاحبش آقای اریک پرنس استخدام کرده، که این کمپانی در امارات نیروهای به اصطلاح مزدور رو، یعنی که افرادش از کشورهای دیگه هستن، تعلیم بدن که اون وقت در زمان مناسب، فرض کنید به عنوان مثال اگر جنگی بین ایران و آمریکا در خلیج فارس در بگیره، این نیروها بتونن در ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچک پیاده بشن و اعلام کنن که اینها متعلق به امارات متحده عربی. این مقاله بسیار مهمی بود که نیویورک تایمز سه ماه پیش منتشر کرد و به نظر من این نشون میده که این دولت ها با وجودی که مثلا با ایران روابط سیاسی دارن و لبخند میزنن و دبی از قبل ایران انقدر استفاده میکنه، در پشت پرده اینها مشغول انواع و اقسام توطئه ها هستن که یکیش همین جریانه. و بنابراین در این حال ما باید اینو در نظر بگیم که دولت
امارات متحده عربی دوست و متحد نزدیک آمریکاست و بنابراین اینجور کارها رو ما نمیتونیم اگر دولت امارات متحده عربی میخواد نیروی رو تعلیم ببینه که مثلا به عنوان مثال در تنبه بزرگ و تنبه کوچک و ابو موسا پیاده بشن، اینها رو ما نمیتونیم از بقیه مسائل یعنی مثلا روابط امارات متحده عربی با آمریکا، نقشش در واقعه لیبی، در سوریه و چیزهای دیگه جدا کنیم. همه اینها در یه مجموعه است و بنابراین همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم. اونهایی که میان برای یک سری از کشورها زیر علمشون سینه میزنن باید متوجه این موضوع باشن. کشوری مثل امارات متحده عربی جرأت نمیکنه که بخواد به جزایر سگانه ایران حمله کنه، مگر اینکه از یک طرف البته سیاست‌های نابخردانه جمهوری اسلامی و از طرف دیگه از طرف غرب و متحدانش مورد حمایت قرار بگیره. این نکات باید مورد توجه قرار بگیره و ولی صرف نظر از اینها واضحه که به عنوان ایرانی، چه ما در ایران باشیم چه در خارج از ایران باشیم، دفاع از تمامیت ارضی ایران از جمله مالکیت سه جزیره وظیفه همه ماست. صرف نظر از اینکه ما نسبت به جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه یا کسی دیگه چی فکر میکنیم. آقای رفسنجانی در سخنرانی که روز 15 دسامبر 1992 در خطبه نماز جمعهشون کردن به شورای همکاری خلیج فارس، اون موقع یک پیام خیلی صریح دادن که به نظر من پیام بسیار خوبی بود. حالا ما با آقای رفسنجانی ممکنه هزار جور موضع هم داشته باشیم، ولی آقای رفسنجانی حرف زدن، گفتن برای اینکه امارات متحده عربی مالکیت این سه جزیره رو به عهده بگیره باید از دریایی از خون رد شه. خب واضحه این دریایی از خون، دریایی از خون پاک هموطنان ماست که از این سه جزیره دفاع خواهند کرد. بنابراین موضع ما در مورد این سه مالکیت سه جزیره کاملا مشخصه، منتها ما باید به چیزهایی که پشت پرده اتفاق میفته توجه کنی. به هم داری من همیشه از بینندگان خواهش می‌کنم که مطالعه کنن و برن ببینن که منابع مختلف چی میگن و فقط همیشه منابعشون رو از یه جا انتخاب نکنن. متشکرم. جان دکتر نوریزاده. بله بندم کاملا با هم عقیدم که چه کسی حاکم ایران باشه در مسائلی که مربوط به حاکمیت و یه مسائل ملی مشترک ماست فرق نمی کنه، گو این که رژیم ها می توانن این مسائل رو به خطر بیاندازن. یه موضوع من هیچ وقت یادم نمیره، جنگ ایران را چند روز بود آغاز شده بود و یادمه که رضا پهلوی در اون وقت یه تلگراف زد به فرمانده نیروی هوایی ایران و اعلام کرد، حالا او با اون شرایط و تاج و تخت دست دادن و پدر و غیره و غیره خیلی وضع بدی، ولی این تلگرامش خیلی تأثیر داشت روی همه مردم، حتی روی افسرا، روی نظامی ها و روی پاسدارا که بارها من باشون صحبت میکردم در جای مختلف به این اشاره میکرد، گفت من آمادم به عنوان یک خلبان در جنگ شرکت بکنم. یا دیدیم خلبانانی که در زندان محکوم به اعدام بودن بر سر مشارکتشون در جریان نوژه، آقای بنی سعد رفت پیش آقای خمینی و تعداد زیادی از اینا رو نجات داد و بعضن اینا قهرمانی ها کردن در جریان جنگ که ماندگار شد و در تاریخ ثبت شد و بسیارشون هم به شهادت رسیدن. بنابراین مسئله ملیت ما، مسئله تمامیت ارضی ما، اینا شوخی بردار نیست که احمدی نژاد باشه یا شاه باشه یا غیره باشه، مهم اینه که ما اشتراک نظر داریم. اما در مورد خارج من این نکته رو بگم آقای فروزنده عزیزم، ابتدای این کار چندان توجه نشد. من یادم اولین بار بعد از چهارشنبه که احمد نژاد رفت، ما روز جمعه تو صدای آمریکا برنامه تفسیر خبر که داشتیم، من به این مسئله اشاره کردم و روش موضع گرفتم و همینطور خانم نازیلا فتی و بعد هم تلویزیون کانال یک که آقای همایون روی این مسئله خیلی تاکید کرد و راجع به این مسئله خیلی صحبت کرد و خوشبختانه این مسئله همه گیر شد. من ضمن این که پرهیز از هر نوع اداوت ایجاد کردن، چون این بسیار بده، این که ما بگیم عرب موش خور، نمیدونم عرب سوسمار خور، وقتی ما 3-4 میلیون عرب در ایران داریم، عرب ایرانی که از وطنشون دفاع کردن در برابر صدام و رویای قادسیه دوم رو به کابوس تبدیل کردن در کنار بقیه مردم ایران، این حالت نباید ایجاد بشه. هیچ کس انتخاب نمی کنه که چه نژادی داشته باشه،
افغان انتخاب نکرده، من انتخاب نکردم، شما دکتر سهیمی انتخاب نکردید. ما به هر حال به این خاک وابستیم برای اینکه اجدادمون است، برای اینکه استخوان پوسیده های اجدادمون در اونجاست، اونجا به دنیا آمدیم، بزرگ شدیم. اینه که ملت های دیگر رو مسخره نکنیم. من اخیرا دیدم همین جوری این حرفا داره زده میشه که بسیار بده. امارات بزرگتر از دهانش که بیاد ادعای مالکیت جزایر رو بکنه، حق نداره. ولی همزمان ما نمیتونیم بگیم عرب ملخ خور و سوسمار خور. ما حق نداریم اینو بگیم. توهین به یک ملت و ملیت نباید بکنیم و بپذیریم که ما در اون منطقه زندگی میکنیم، همسایمون سوئیس و آلمان و اتریش نیست، همسایگان ما همین کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و عراق و همطور کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. این عداوت بسیار خطرناکه و این رو من آرزو میکنم اغلای قوم جلوی این حالت شوونیزم رو بگیرن. ما کشوری هستیم با اقوام متعدد، موزاییک بسیار زیبا و لحاف چلتکه. این رو باید حفظ کنیم، به اقوام دیگه توهین نکنیم. و باز یه نکتهی به نظر من مهمه من اینجا اشاره کنم. ببینید زمانی که ما روابطمون دوران آقای خاتمی که دیپلماسی ما به خاطر خود خاتمی و نگاهش بسیار مثبت بود و فعال، ما بهترین روابط رو با عربستان سعودی برقرار کردیم. سعودی ها یادم هست در جلسه سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در ریاض، وقتی امارات دوباره شروع کرد از این حرف زدن جزایر ما، امیر سلطان که ولیعهد وقت سعودی بود گفت به وزیر خارجه امارات یا به خود حاکم امارات، گفت ببخشید ما به خاطر 4-3 جزیره حاضر نیستیم روابطمون با ایران بزرگتری همسایمون به هم بخوریم. این مال دوران خوش روابط. وقتی روابط تیره شد خیلی طبیعی سعودی ها هم میرن پشت قضیه، بقیه همسایگان عرب ما هم میرن، بعد به اتحادیه عرب میکشه و این حالت ادعای بی پای و بی اساس تبدیل میشه به یک موضوع بزرگی که اشکال برای ما ایجاد میکنه در سطح بین‌المللی. یعنی امارات میاد ادعا میکنه بیایم بریم دیوان داوری لاهه. برای چی ایران بره؟ ما تو خونمون نشستیم، یکی میاد در میزنیم میگه خونه مال منه. تو برو ثابت کن. من چطور ثابت کنم؟ من تو خونه خودم نشستم، 3000 سال تاریخ دارم. در دیوان داوری لاهه مسلم الان به نفع ایران نیست بره، چون در اون جا فضا ضد ایرانه و بعدم اینقدر امارات امکانات و پول و غیره داره اونجا ممکنه رأی رو به ضرر ایران صادر بکنن و بنابراین ما چرا بریم؟ اونا برن ثابت کنن که داشتون. سپاسگزارم آقای نوریزاده. بله یک جمله فقط بگم. با داشتن روابط خوب با همسایگانمون ما میتوانیم جلوی این رو بگیریم و مانع از این بشیم که از یک مسئله‌ای که حق ماست، حقانیت ماست، برن برامون یه چوب درست بکنن که باش ما رو آزار. متشکرم. من نمیخوام از سر این سوال به سادگی رد بشم چون سوال سوال اساسی است. ببینید روز دهم اردیبهشت در ایران از مردم خواسته شده که به طرف سفارت امارات راهپیمایی بکنند. اگر این مطلب درسته، آقایون به عنوان دو تن از مخالفان جمهوری اسلامی امروز ایران، اگر در ایران بودید در این راهپیمایی شرکت می کردید یا خیر؟ آقای دکتر نوری زاده. بله من شرکت می کردم. مرسی. شما؟ بنده حتما شرکت می کردم. حتما شرکت. بله. خب اگر این موضع به این شکل هست، حالا می خوام یه سوال دیگر رو مطرح کنم. این زیرساختی بود برای طرح سوال بعدیم. چرا در پرونده انرژی هسته ایران در تمام طول این مدت ما کمتر شاهد این بودیم که ایرانیان مخالف رژیم بتونن این تفکیک‌ها رو بین منافع ملی ایران و حاکمیت موجود انجام بدن؟ و شک نیست که در پرونده انرژی هسته ایران ما با یه دولت نابخردی مواجه هستیم که نمیتونیم تاییدش بکنیم، اما از اون طرف نمیتونیم شاهد بی‌عدالتی باشیم که نسبت به ایران در طول بررسی این سالها در مورد بررسی پرونده انرژی هسته ایران شده.
حاکمیت ایران محکوم میشه به این که جمعی از مجانینن، که البته این حرف درسته، ولی خب همین مجانین در پاکستان هم هستن، همین مجانین در اسرائیل هم هستن، در جاهای مختلف دنیا هستن و انرژی هستی هم دارن. چرا برخورد ما اینجور چندگانه است؟ آقای دکتر نوری‌زاده. بله، حضورتو عرض کنم در مورد پرنده اتمی، البته آقای دکتر سعیمی متخصصه، واقعا من تخصصی در این زمینه ندارم، فقط میخونم، مطالعه میکنم و بعضی وقتا هم مطالبی به من میرسه. اما بنده هم موافقم که به هر حال نیروگاهی که این همه بابتش هزینه داده شده، حالا آیا به مصلحت ماست الان این کارو بکنیم؟ ایران الان با 35 سال پیش خیلی فرق داره، جایگاه انرژی چیست، اینا تخصص آقای دکتر. ولی من به شخصه با اون بخش از پرونده اتمی هیچ مخالفتی ندارم که ایران به طریق صلح‌آمیز از نیروی اتمی بهره مند بشه و این به نفع مردم هم است. خب خانه های بسیاری روشن میشه، کارخانه های بسیاری برق میگیره و روشن میشه کشور ما، خب چه اشکالی هم داره. اما آنقدر رژیم جمهوری اسلامی در این زمینه دروغ گفته که من هیچ اعتمادی بهش ندارم و نشانه هایی در دست من هست یا دیدم یا شنیدم که حکایت از اون میکنه. در کنار این برنامه جمهوری اسلامی یه برنامه دیگه ای داره، من به شدت با اون برنامه مخالفم، به شدت از اینکه ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه وحشت دارم. مسابقه تسلیحاتی که در خاورمیانه راه خواهد افتاد وحشتناک، و من اصلا دلم نمیخواد ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه، چون به قول محمد قائد آنگاه باید 100 سال بنشینیم و بر ویرانه‌های ری اشک بریزیم. به همین دلیل در این زمینه من با جمهوری اسلامی مخالفم، ولی در زمینه بخش غیر نظامیش نه تنها مخالفتی ندارم، بلکه حق ایران رو میدونم که از دانش و تکنولوژی هسته‌ای برخوردار باشه، حتی غنی‌سازی رو در حدی که لازمه برای نیروها انجام بده. اینا هیچ کدوم مورد مخالفت من نیست، من با بخش نظامی مخالفم. متشکرم. آقای دکتر سعیمی. ببینید آقای فروزنده و آقای دکتر نوری‌زاده، برنامه هسته ایران یه مقدار پیچیده تر از فرمایشات آقای نوری‌زاده است. ببینید، ما برای اینکه به برنامه هسته ایران نظر متعادل و ابجکتیو داشته باشیم، اول باید ببینیم به عنوان مثال تبلیغاتی که در مورد رژیم صدام حسین و اینکه رژیم صدام حسین برنامه هسته ای داشت به کجا کشید و باعث چه کاری شد. در مورد رژیم صدام حسین هم آمریکا، دولت آقای بوش متهم کرد که این رژیم رو که دارای برنامه هسته‌ای است، دارای برنامه کشتار دست جمعی، سلاح کشتار دست جمعی است، و این رو بهانه قرار داد برای اینکه به عراق حمله کنه، با وجود اینکه به اصطلاح اینسپکتورهای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، آقای محمد البرادعی و آقای هانس بلیکس، گفتن که تا اونجا که ما تونستیم چیز کنیم همچین موضوعی نبوده و اگر به ما چند ماه دیگه هم فرصت بدید ما حتما این کار ثابت خواهیم کرد که اصلا اینا برنامه هسته‌ای نداره. خیلی خوب، همین تبلیغات در مورد برنامه هسته‌ای ایران به کار برده شده. من نمیدونم که رژیم جمهوری اسلامی دنبال برنامه ساختن سلاح هسته‌ای هست یا نیست، ولی آنچه که از لحاظ علمی ما میدونیم اینه: هر کشوری که غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل کشور بتونه انجام بده و به یک سری مسائل دیگه مثل ساختن موشک و اینا بپردازه، به طور بالقوه میتونه سلاح هسته‌ای بسازه. ولی بالقوه سلاح هسته‌ای ساختن و سلاح هسته‌ای ساختن دو موضوع مختلفه. ما در اونهایی که یعنی بین توان و اقدام، بله بله، بینی که شما توان این کار رو داشته باشین، یعنی که بینید مثل اونی که مثلا بنده پول زیادی داشته باشم میتونم برم یه خونه خیلی گرم قیمت بخرم، میتونم بخرم ولی نمیخرم به هر دلیلی. ما یه مدلی داریم به نام مدل ژاپن. مدل ژاپن مدلیه که میگه که چون ژاپنی‌ها به طور تاریخی توسط چین و بعداً کره شمالی مورد تهدید قرار گرفتن، ژاپنی‌ها در دهه 1960 تصمیم گرفتن که چیکار کنن، برای خودشون یک صنعت هسته‌ای وجود بیارن که علاوه بر اینکه برق ژاپن رو تأمین میکنه، چون ما میدونیم که ژاپن از لحاظ منابع انرژی بسیار فقیره، علاوه بر اینکه برق و انرژی رو در ژاپن تهیه میکنه،
کشور رو در جایگاهی قرار بده که اگر لازم شد خطری بر ضد امنیت ملی کشور بود، این کشور بتونه به طور سریع به ساختن سلاح هسته‌ای به عنوان نیروی بازدارنده اقدام کنه. به نظر بنده جمهوری اسلامی، صحبتی آقای نوریزاده میکنن که اینها پنهان کاری کردن یا دروغ گفتن، به نظر من در مورد برنامه هسته‌ای دروغ‌های جمهوری اسلامی و یا پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی به مقدار زیادی اغراق شده است. یه نمونه خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید این موضوع ثابت شده است، داکیومنت شده است، وجود داره که دولت جمهوری اسلامی در 1983 بعد از اینکه مهندس بازرگان، زنده یاد مهندس بازرگان، برنامه اتمی رو به طور کلی کنار گذاشت، تصمیم گرفت که برنامه اتمی ایران رو دوباره شروع کنه و اینها تصمیم گرفتن که غنی سازی اورانیوم انجام بدن. منتها غنی سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی در 1983 وقتی میخواست انجام بده به طور مخفیانه نمیخواست انجام بده. جمهوری اسلامی به عنوان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آژانس درخواست کرد که به ایران بره مطالعه انجام بده و ببینه که آیا از این لحاظ به ایران میتونه کمک کنه یا نه، و یا اصولا برای ایران غنی سازی اورانیوم کار درستی هست یا نیست. آژانس یا تیمی رو فرستاد به تهران، مطالعه کردن، برگشتن به وین، یک گزارشی رو به شورای حکام آژانس دادن. گزارش آژانس در مورد این مارک هیپس که یک متخصص مسائل هستی بسیار مفصل نوشته که من اینو در مقاله‌ای که خودم نوشتم به اون مقاله آقای مارک هیپس ارجاع دادم. گزارش آژانس در مورد ساختن غنی سازی اورانیوم در ایران بسیار مثبت بود. یعنی آژانس از اینکه در ایران غنی سازی اورانیوم بشه پشتیبانی کرد. در این حال من میخوام اونهایی که این برنامه رو تماشا میکنم به خاطرشون بیارن که دولت آقای فورد، پرزیدنت جرالد فورد، در 1975 در 1976 موافقت کرده بود که اگر دولت ایران حاضر باشه 8 راکتور هسته‌ای از ایران بخره، به ایران نه تنها تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم رو میده بلکه تکنولوژی بازپرداخت سوخت راکتورها رو میده. چون ما میدونیم که ما راکتورها در پایان یک زباله هسته‌ای تولید میکنن. این زباله هسته‌ای اگر باز پردازش بشه یا به اصطلاح ریپروسس بشه، شما میتونید پلوتونیوم ازش جدا کنید و پلوتونیوم مهمترین مصرفشه و شاید تمام مصرفش ساختن سلاح هسته‌ایه. برای من این یک چیز تاریخی که وجود داشته، قبل از انقلاب هم وجود داشته. حالا وقتی که آژانس در 1984-85 راجع به برنامه غنی سازی رو گزارش داد به شورای حکام، شورای حکام نزدیک به تصویبش بود، منتها دخالت آمریکا باعث شد که این کار جلوگیری بشه. حالا چرا این کار؟ خب واضحه که دولت آمریکا کاری رو میکنه که فکر میکنه به نفعشه، ولی چرا این موضوع مهمه؟ این موضوع مهمه به دلیل اینکه نشون میده که دولت جمهوری اسلامی وقتی که میخواست غنی سازی اورانیوم انجام بده، نمیخواست این رو به طور مخفیانه شروع کنه، بلکه میخواست این رو به کمک آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای انجام بده. یعنی شما هر جور مسئله دیگه‌ش هم در نظر نگیرید، واضحه که اگر غنی سازی اورانیوم در ایران با کمک آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای انجام شده بود، از لحاظ اقتصادی خرجش بسیار کمتر از این بود. بدان که اینا بعدا معلوم شدن با به اصطلاح شبکه اکیو خان رابطه برقرار کنن، جنسای بنجل رو 4 برابر و 5 برابر بخرن تا بتونن غنی سازی در اورانیوم در ایران انجام بدن. برای این نکته مهمه که اگر مخفی سازی شد در مورد تاسیسات نتنز که بعدا در سال 2002 مجاهدین افشا کردن و در فوریه سال 2003 آقای خاتمی رسما قبول کرد، تا این پوشش تاریخچه وجود داره و غرب به نظر من یک اشتباه تاریخی در اینجا مرتکب شده. چرا؟ به دلیل اینکه اگر این غنی سازی اورانیوم تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای انجام شده بود، همه چیزش کنترل شده بود، همه چیز شما میدونستیم و شاید خیلی از مسائل پیش نمی اومد. بنابراین صحبت من اینه که این اجازه که دو جمله دیگه، صحبت من اینه که در مورد این تاریخچه برنامه اتم ایران که اتفاقا خود آژانس هم روی این موضوع خیلی تاکید داره، یکی از نکاتی که اینا در مورد برنامه اتم ایران خیلی دوست دارن بدونن که تاریخچه این به کجا رنگه چجوری بود، اینا در مورد این موضوع صحبت بسیار شده ولی مقدار زیادی اغراق، مقدار زیادی واقعی نیست اصلا، بدنی که مدارک چنین چیزی رو نشون میده. من هم مثل آقای نوریزاده به دولت جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتمادی ندارم، ولی این باعث نمیشه که در مسئله مهمی مثل مسئله انرژی هسته‌ای گول تبلیغات در غرب رو بخورم، در حالی که میتونم با تحقیق و با مثلا من
در سال 2004 وقتی مقاله نوشتم رفتم به کتابخانه ریاست جمهوری پرزیدنت جرالد فورد و از اون نامه‌ای که آقای فورد امضا کرده بود و آقای کیسینجر امضا کرده بود که بر طبق اون دولت آقای فورد قبول کرده بود که به ایران غنی سازی اورانیوم و ریپروسسینگ سوخت راکتور بده درآوردم، رفرنسش هم دادم. بنابراین این گونه مسائل مسائلی است که یه پشتش تاریخ وجود داره، تاریخش داکیومنت شده است. من باید ببینیم و چون ما با دولت جمهوری اسلامی مخالف هستیم، چون این دولت جنایت خیلی انجام داده، معنیش این نیستش که هر چی که در غرب گفته شد بر علیه این دولت ما هم قبول کنیم. متشکرم. آقای نوری‌زاده پاسخی دارید یا بیاناتی دارید؟ من زیاد چیز وارد بحث فنی نمیشم، ولی همونطور که خود ایشون اشاره کرد، شما نظامی که از ابتدا دروغ بوده و دروغ و دروغ در تمام این مدت یک حرف راست نزدن، همین ماجرای فوردو رو که اخیراً دیدیم و نمونه های دیگه و اطلاعاتی که آقای علیرضا عسکری آورد بیرون و منتشر کرد که یکیش منجر به این شد که اسرائیل بره اون نیمه نیروگاه سوریه رو بزنه، همه اینا حکایت از این داره که نظام یه طرحی در طرح پنهانی داره. من یک انسانی که الان متاسفانه اسمش رو نمیتونم ذکر کنم برای اینکه در ایرانه، ایشون در جلسه ای که آقای خامنه‌ای درباره کره شمالی صحبت کرده بود حضور داشتند که گفته بود کشوری گرسنه و فقیر با داشتن سلاح هسته‌ای آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و حالا فکر کنید اگه کشوری با عظمت و قدرت ما دارای چنین چیزی باشه انقلاب تضمین شده است. و باز به این نکته اشاره میکنم، این داستان فتوایی که واقعا گاهی اوقات من اینو دلیل بر بلاغت دیپلماسی آمریکا میدونم که در بعضی جاها آنقدر بلاغتشون تبدیل میشه به چیزی علیه ملت ایران، یا در مورد جنگ عراق که آقای دکتر اشاره کرد که گزارش ها رو تماما رد میکردن در حالی که عراق دنبال تمام این برنامه ها بود، ولی اونطور که بعداً معلوم شد و طارق عزیز هم بهشون گفته بود و همینطور آقای جنرال سلطان که وزیر دفاع عراق بود، این برنامه رو صدام دستور متوقف دادنش رو داده بود از اوائل سال 2000. بنابراین میخوام بگم در مورد ایران هم اشتباه، ولی حالا وقتی میان خانم کلینتون کارشناس میاره که فتوای آقای خامنه‌ای رو ارزیابی کنه، اولا آقای خامنه‌ای مگه مرجعه که فتواش الزامی برای مقلدین باشه؟ ایشون مقلدینش همون کارکنان دفترشن و یه ده تا دیگه توی لبنان و تو عراق، ولی حتی در سپاه اکثریت مقلد آقای سیستانی یا آقای وحید خراسانی. بنابراین ایشون فتوایی صادر نکرده، وربال و کلامی چند بار گفته این با اسلام مخالفه و ما حتی تولیدشو مخالف با اسلام میدونیم، ولی مگه اسلام با تجاوز به زندانی مخالف نیست؟ آیا این کار کردن توی کهریزد یا نه؟ آیا با شکنجه آدم ها در حد مرگ اسلام مخالف نیست؟ اسلام با مصادره اموال موافقه که اینا میکنن؟ اسلام با دروغ و بهتان به مردم زدن موافقه؟ نه، ولی اینا این کار رو میکنن. پس قسم حضرت عباس اینا با دم خروسی که از زیر عباشون همیشه بیرونه قابل قبول نیست. و بندم اعتقاد دارم اگر زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار کنند، چرا وقتی بازرسان میرن پارچین رو نشون نمیدن و بعد وقتی تجهیزات رو میبرن بیرون میگن حالا بیاد پارچین نگاه کنه؟ چون اینا دارن کلاهک میسازن و ساختن این رؤوس یا کلاهک ها برای اینکه بعدن مورد استفاده سلاح هسته‌ای قرار بگیره، اینا چیز بیانات آشکاره. و بنابراین من اعتمادی به رژیم ندارم، ضمن اینکه تماما حمایت میکنم از بخش غیر نظامی برنامه اتمی ایران و معتقدم با این همه هزینه که شده، آرزوی من اینه که زودتر بالاخره این آقایون روس‌ها که حالا بر همه جای ما مسلطن نیروگاه رو افتتاح کنن. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، به پیام‌های بازرگانی تلویزیون توجه می‌فرمایید. برمیگردیم و مجدداً در خدمت آقای دکتر سعیمی و آقای دکتر نوری‌زاده خواهیم بود. بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان و گروه شهناز در آمریکا.
برنامه تور بهار 2012، پنجشنبه 19 آوریل بوستون، جمعه 20 آوریل نیویورک، یکشنبه 22 آوریل واشنگتن دی سی، شنبه 28 آوریل دورهم، یکشنبه 29 آوریل آتلانتا، شنبه 5 می لس آنجلس و یکشنبه 6 می کاپرتینو. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به شجریان.info مراجعه کنید. شرکت تامین با افتخار ارائه می‌کند. سعید محمدی در آلبوم همیشگی. این آلبوم سال به زیدی در همه جا همیشه این گروه حقوقی کلارک فاونتن با مجموعه 120 سال تجربه کاری در سراسر آمریکا می تواند دعاوی حقوقی شما را در موارد تجاری، کاری، صدمات بدنی، ناشی از اشتباهات پزشکی و تصادفات اتومبیل بدون پیش پرداخت قبلی انجام دهد. شما در صورت موفقیت در دعاوی حقوقی خود به ما پرداخت می کنید. برای مشاوره رایگان با سیروس نیاکان عضو گروه حقوقی کلارک فاونتن تماس بگیرید. به دنبال استقبال پرشور، دومین نمایش سراسری فیلم تابوی ایرانی در آمریکا و کانادا از 19 اپریل. باهائی ها در این انقلاب باهائی خیلی سنگینی پرداختن. اتهام مشترک اینا در اولین دادگاه چی بود؟ مشترک گفتن جاسوس اسرائیل. هر کی هسته کمپلتمان میگن اینا جاسوسن. برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدی منم دانشگاه؟ وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، آینده یه دختر 14 ساله چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و ساسکاتون 19 اپریل، لس آنجلس 20 تا 26 اپریل، تورنتو 22 اپریل، ونکوور 22 اپریل، اورنج کانتی، کاستا مسا 3 اپریل، سان فرانسیسکو 3 می، دالاس 3 می، سان دیگو 3 می، اوتاوا 15 می، نیویورک 17 می، واشنگتن دی سی 17 می. اطلاعات بیشتر iranian-tabu.com. نیامده ایم که شما را بخندانیم، قرار هم نیست شما را بگریانیم. نمیخواهیم از سیاست بگوییم، نمیخواهیم مشکلات اجتماعی را بازگو کنیم. ما مخالف نیستیم، موافق هم نیستیم. ما آمده ایم در کنار شما زندگی کنیم و همچون زندگی گاهی شاد و خندانیم، گاهی تلخ و گاهی گریان، گاهی مخالف و گاهی موافق. ما تنها بودیم، تنها ماندیم و این بار میخوایم در کنار شما تنها باشیم. نمایش آرزو دارم کاری جدید از گروه تنها 22 اپریل ساعت 6 بعد از ظهر در خانه فرهنگ و هنر ایرانیان. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط می توانید با شماره های 949-205-8873 و یا 949-201-0101 تماس حاصل فرمایید. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه نسیم شمال در خدمتتون هستیم. دو میهمان گرانقدر من، آقای دکتر محمد سهیمی استاد دانشگاه و جناب آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده
تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هستند. شما پاسخی دارید برای صحبت‌های فرزند اجازه؟ بله، خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر. من فقط خب استدام می‌کنم چون من برنامه رو یک ساعت فرض می‌کردم، من متأسفانه بعدش باید جایی برم. اگر آقای دکتر افتخار می‌دن من ده هفته دیگه هم در خدمتشون باشم، یک ساعت دیگه هم با هم صحبت کنیم، ولی من ناچارم بعد از دقایقی شما رو ترک بکنم به خاطر اینکه مجبورم به جای دیگه برم با خانواده. سپاسگزارم. به هر حال بازم با هم خواهیم بود. بفرمایید. من با کمال میل حاضرم هفته آینده با آقای دکتر نوری‌زاده صحبت کنیم، ولی قبل از که آقای دکتر نوری‌زاده به تشریف ببرن از برنامه، می‌خواستم به یک دو نکته در رابطه با صحبت‌های ایشون اشاره کنم. ببینید آقای دکتر نوری‌زاده میگن که با سلاح هسته‌ای مخالفن. بنده هم از موقعی که خودم رو شناختم و میدونستم سلاح هسته‌ای چیه، با سلاح هسته‌ای مخالف بودم. ولی ما ایدئالمون که در مخالفت با سلاح هسته‌ای یه موضوعه، اون که شرایط منطقه رو در نظر بگیرین یه موضوع دیگه است. منی که در رابطه با سلاح هسته‌ای اگه بخوام صحبت کنم، نمیتونم سلاح هسته‌ای در ایران رو از مسئله سلاح هسته‌ای در پاکستان و از مسئله سلاح هسته‌ای در اسرائیل جدا کنم. به هیچ عنوان چنین چیزی وجود نداره و امکان نداره. من از آقای دکتر نوری‌زاده میخوام بپرسم، ایشون تا بار چند بار با سلاح هسته‌ای دولت پاکستان و یا سلاح هسته‌ای دولت اسرائیل مخالفت کردن؟ هیچی، تا اونجا که من میدونم هیچی. سوال دیگه میخوام مطرح کنم، دولت پاکستان از لحاظ سیاسی و از لحاظ ایدئولوژیک با ثبات‌تره یا دولت جمهوری اسلامی؟ دولت پاکستان، نظام سیاسی پاکستان که در واقع یک نظام نظامی دیکتاتوریه که یه رنگ و لعاب ظاهرا دموکراتیک بهش دادن، ارتشش و اینتر سرویس اینتلیجنس یعنی سرویس جاسوسیش یکی از مهمترین عوامل به وجود آوردن تروریسمیه که در غرب بهش میگن تروریسم اسلامی. اینتر سرویس اینتلیجنس نقش بسیار بزرگی رو در به وجود آوردن طالبان بازی کرد، نقش بسیار بزرگی رو در مسلح کردن مجاهدین افغانستان به کار برد و نقش بسیار مهمی رو در به وجود آوردن زرادخانه هسته‌ای در پاکستان به وجود آورد. پاکستان رو خیلی از متخصصین مسائل پاکستان، کسایی که روی پاکستان کار میکنن، میگن it is a failed state، یعنی کشوریه که فیل کرده، یعنی کشوریه که هیچ ثباتی نداره. حالا ما چطور میتونیم صرف نظر از اینکه مخالف یا مخالف سلاح هسته‌ای در ایران باشیم، بخوایم این موضوع رو از وجود سلاح هسته‌ای در پاکستان که به نظر من خطر بالقوه امنیتی بسیار بزرگی برای ایران جدا کنیم؟ اگر تندروها در پاکستان یک روزی قدرت رو در دست بگیرن که هیچ بعید نیست، آیا فکر نمی‌کنید این زرادخانه پاکستان که 60 تا 100 کلاهک هسته‌ای داره خطر عمده‌ای برای امنیت ملی ایران خواهد بود؟ ما چطور میتونیم مسئله زرادخانه اسرائیل رو از وجود برنامه اتمی در ایران جدا کنیم؟ این کشور کشوری که دست کم 250 کلاهک هسته‌ای داره و اگر لازم باشه رهبرانش بارها گفتن به ایران ممکنه حمله کنن. ما چطور میتونیم اینها رو از هم دیگه جدا کنیم؟ به نظر من اصلا امکان نداره. یا مثلا آقای نوری‌زاده در صحبتاشون فرمودن که در پارچین دارن کلاهک میسازن. کلاهک چی میسازن؟ کلاهک اتمی میسازن. چطور آقای نوری‌زاده به این موضوع آگاه هستن ولی CIA و MI6 و سرویس های جاسوسی غرب آگاه نیستن؟ من این رو نمیفهمم. National Intelligence Estimate، برآورد اطلاعاتی آمریکا در سال 2007، در نوامبر سال 2007 و تایید شده در فوریه سال 2011، گفتش که جمهوری اسلامی برنامه ساختن سلاح هسته‌ای داشته ولی در سال 2003 متوقف شده. از اون به بعدم اینا پای حرفشون وایسادن. همین چند وقت پیش آقای جیمز کلاپر مدیر اطلاعات آمریکا، آقای دیوید پتریاس مدیر CIA، آقای لیان پنتا وزیر دفاع آمریکا و خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا همگی گفتن دولت جمهوری اسلامی مشغول ساختن سلاح هسته‌ای نیست، تصمیم سیاسی برای گرفتن سلاح هسته‌ای هم نداره، در حال حاضر نگرفته. چطور این موضوع
این موضوعی که آقای دکتر نوریزاده فکر میکنن در پارکینگ کلاهک هسته‌ای دارن میسازن یا دارن کلاهک میسازن، نگفتن چه کلاهک. اگه کلاهک معمولیه که کلاهک معمولی که جهان راجبش میدونه، موشکای شهاب هستن و اینا. اگه کلاهک هسته‌ای، چطور ممکنه که این کلاهک هسته‌ای رو آقای نوریزاده ازش آگاهه ولی سرویس‌های جاسوسی ازش آگاه نیستن؟ من چند سال پیش با آقای سیمور هرش، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، در لس آنجلس ملاقات کردم، با هم صحبت می‌کردیم. ایشون به من گفتش که محمد، من صدای آن کسانی هستم در پنتاگون و CIA که نمی‌خوان با ایران جنگ بشه، به دلیل اینکه اینها معتقد نیستن جنگ با ایران، معتقد نیستن که ایران مشغول ساختن سلاح هسته‌ایه و معتقدن که جنگ با ایران فاجعه‌ای برای خلیج فارس خواهد بود و کل خاورمیانه خواهد. خیلی خوب، همین آقای سیمور هرش درست یک سال پیش مقاله در نیویورکر نوشتن و گفتن که بر طبق اطلاعاتی که اینها به دست آوردن، نیروهای ویژه آمریکا و اسرائیل به داخل ایران رفتن و به جاهایی که فکر میکردن ممکنه سایت هسته‌ای باشه و در اون فعالیت هسته‌ای صورت گرفته باشه ولی دولت جمهوری اسلامی اینها رو به آژانس اعلام نکرده باشه، سنسورهای خیلی حساس کوچیک کشتن که این سنسورها نمونه برداری از محیط زیست میکنن، از امواج الکترومگنتیک و امواج دیگه که مواد هسته‌ای ایجاد میکنن میفرستن و اینها رو مخابره میکنن و وقتی که این کارو کردن به این نشستن که هیچ کدوم از اون سایتایی که مورد سوء زن بودن چیز نبودن، هسته‌ای نبودن. این گزارش چند ماه قبل دوباره توسط یک روزنامه نگار دیگه که به اصطلاح چیز داشت، منابع مهم داشت، دوباره پخش شد. حالا آقای نوریزاده میگن که اینها دارن مشغول ساختن سلاح هستی هستن. من مصاحبه ایشون رو با تلویزیون BBC داشتم تماشا میکردم، اون کسی که برنامه رو اجرا میکرد از آقای دکتر نوریزاده پرسید که بابا سرویس جاسوسی قبل اینو میگن، شما اینو میگید. ایشون جوابش این بود که سرویس های جاسوسی قبل بازی میکنن، یه روز میگن ایران خوبه یه روز میگن بده، اصلا همچی چیزی نیست. اگه واقعا برداشت آقای دکتر نوریزاده از سرویس های جاسوسی قبل اینه، با کمال تاسف باید بگم که اصلا ایشون نمیدونن که سرویس های جاسوسی قبل چجوری کار میکنن، اصلا اینطوری نیست، به این شکل نیست. موضوع اینه، اجازه بدید آقای نوریزاده صحبتام تموم بشه چون این چون نکته بسیار مهمه. بیشتر شد میدونم، ولی شما که قرار بود تشریف ببرید، بنابراین به نظر میاد که حالا که صحبت رو من اجازه جواب این سوالتون رو میدم. نه اجازه بدید جوابو شما خود اجازه بدید آقای دکتر نوریزاده، اجازه بدید من صحبتام تموم بشه، شما هم خلاصه بفرمایید. چش ببینید، سرویس های جاسوسی غرب میگن برنامه هسته ایران در سال 2003، برنامه ساختن سلاح هسته ایران در سال 2003 متوقف شده. خیلی خوب، فرض کنیم که اینطوری، که به نظر من اینطوری، هیچ گونه شواهد قرائنی یعنی وجود نداره که اینها با ساختن سلاح هسته دنبال کنن. باید از خودمون بپرسیم اگر جمهوری اسلامی مشغول ساختن سلاح هسته ای بود و در سال 2003 متوقف کرد، چه اتفاق مهمی در سال 2003 افتاد که اینها رو به این نتیجه رسوند که برنامه هسته‌ای خودشون رو کنار بذارن؟ دو حالت بیشتر نیست، یا هجوم دولت آقای بوش به عراق بود که اینها ترسیدن اینا کنار گذاشتن، و یا سقوط رژیم صدام حسین بود که اینها تصمیم گرفتن که حالا دشمنی که قبلا سلاح‌های کشتار دست جمعی بر علیه ما به کار برده و برنامه هسته‌ای هم داشته سقوط کرده و این کشور تحت تسلط ماست، زیر نفوذ ماست، ما دیگه احتیاج به برنامه هسته‌ای نداریم. اگر اولیه، یعنی اینا ترسیدن چون دولت آقای بوش به عراق حمله کرد، خب بنابراین واضحه که اگر اینطوره، اینها نه تنها نباید برنامه ساختن سلاح هسته‌ای رو متوقف می‌کردن، بلکه باید جد و کوشششون رو صد برابر می‌کردن که هر جور که ممکنه زودتر به این سلاح دسترسی پیدا کنن. ببینید اینها حقایقی داکیومنت شده است و وجود داره. حالا ما بیایم واسه خودمون بگیم که اینا دارن کلاهک هسته‌ای می‌سازن در پارچین، این کاری که به پارچین اجازه آقای دکتر نوزایی میگن به پارچین اجازه ورود ندادن. به پارچین دولت ایران، ببینید اگه ما می‌خوایم راجع به قوانین بین‌المللی صحبت کنیم، حقیقت قوانین بین‌المللیش اینه. اگه می‌خوایم موضع سیاسی راجع به موضوع خیلی قانونی بگیریم، اون یه موضوع دیگه است، ولی اگه میخوام راجع به این موضوع به طور قانونی صحبت کنم، فقط خلاصه بدید تموم نشه چون این موضوع مهمه. نه این موضوع بسیار مهمه چون آقای جوزوی من بعد ادامه میدیم پس بدید. شما 10 تا موضوع رو مطرح کردید، من به دونه دونه اینا بعد جواب بدم. خود اون دقیقه تو وقت میگیرید. بفرمایید آقای دکتر. بی انصافی آقای دکتر نکنید، اجازه بدید من جواب شما رو بدم، بعد شما دوباره بیاید از من انتقاد کنید، مطالبتون رو بفرمایید. ما ایشون در درجه اول فرمودند بنده آیا هیچ حرفی راجع به سلاح هسته‌ای پاکستان یا اسرائیل زدم؟ یا
در مورد پاکستان نزدم. دلیل عمدش هم اینه که من پاکستان رو دشمن بالقوه خودم نمیدونم و تصور میکنم هر حکومتی هم در پاکستان باشه غیر از مسائل دیگه، چون بلوچ ها با ما دشمنی ندارن، در اون منطقه بلوچستان ایران دارای نفوذ بسیاره و همینطور وجود شیعیانی که در پاکستان هستن که یک نوع موازنه ایجاد میکنه، همه این عوامل به اضافه دوستی سنتی ایران و پاکستان و حضور ایران در کنار پاکستان در جنگ هایی که با هند داشته، همه و همه از پاکستان یه دشمن نمی سازه. اما با ایشون موافقم، it's a failed state به خاطر وضعی که بعد از جریان اشغال افغانستان توسط شوروی پیش اومد که یه بحث بسیار مفصله، طالبان غیره، که اونو باید در یه جای دیگه صحبت کرد، القاعده و بقیه. اما این که راجب اسرائیل، بنده راجب اسرائیل هم گفتم، اما یه نکته همیشه در نظرم بوده، اسرائیل کشوریست یه نقطه در بین دشمن. تنها چیزی که اسرائیل رو تا امروز زنده نگه داشته و حفظ کرده همون سلاح هسته‌ایست که هیچ وقت هم اقرار بهش نکرده، هیچ کس هم نمیدونه. حالا میگن 200 تا 250 تا کلاک هسته‌ای داره، اون دیگه من نمیدونم، چیز جزئی فنیه و بنده واردش نمیشم. اما اسرائیل تا امروز به دلیل، البته تمام سیاست‌های اسرائیل رو محکوم میکنم، این ظلمی که به فلسطینی‌ها میکنه محکوم میکنم، و کسی بودم و از 16 سالگی فلسطین کردم، اولین ترجمه ادبیات مقاومت به فلسطینم به ترجمه منه، در انتشارات امیرکبیرم چاپ کرده. بنابراین از حقوق فلسطینی همیشه دفاع کردم، دوستشون بودم. ولی اسرائیل به مدد همین سلاح هسته‌ای تا امروز مونده، چون اگر نبود، اون کتاب تقصیر رو اگر بخونیم که خانم گولدا مایر نوشته، در جنگ 73 چیزی نمونده بود که اسرائیل اون معنای کلاپس رو تجربه کنه، و کافی بود سلاح هسته‌ای نداشت و اون عملیات دفلسوار رو آقای شارون انجام نمیداد، اسرائیل از هم پاشیده شده بود، چون بین 150 میلیون دشمن که حالا جمهوری اسلامی هم بهش اضافه شد. نکته بعدی، دولت اسرائیل سلاح هسته‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. 11,000 موشک حزب الله میتونه همون تخریب هسته‌ای رو در اسرائیل ایجاد کنه، حالا بدون اینکه سلاح هسته‌ای باشه. اما اسرائیل به مدد این سلاح هسته‌ای تونسته این به عنوان یه تهدید همیشه گوشه ذهن بعضیا باشه. یادم نمیره آقای رفسنجانی وقت گفت بله، ما اگه یه موشک به اسرائیل بزنیم نابود میشه، اون 10 تا به ما بزنه ایران انقدر بزرگه، یه عده کشته میشه ما نابود نمیشه. این حرفا هم داریم. اسرائیلیا وحشتشون از اینه که اگر ایران به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، ممکنه این به دست حزب الله یا حماس یا اینا بیفته. ولی اسرائیل هم میدونه دولت ایران حتی اگه سلاح هسته‌ای داشته باشه به اسرائیل حمله نمی‌کنه، چون میدونه خطر این مسئله چیست. اما اینکه ایشون راجع به حرف من فرمودن راجع به کلاهک، من کجا گفتم کلاهک هسته‌ای می‌سازه؟ گفتم داره کلاهک‌هایی درست می‌کنه که بر مبنای گزارش جیمز دیفنس و سازمان‌های دیگه، بندم می‌خونم، فکر نکنه آقای دکتر من از صبح نشستم، نه منم از صبح می‌خونم، بر پایه گزارش‌های جیمز دیفنس و چندین سازمان که در این زمینه کار می‌کنن و آخرین گزارش سالیانه، این نوع کلاهک‌هایی که دارن درست می‌کنن مستوج، یعنی قابل استفاده داره از اینکه مواد شیمیایی توش باشه یا مواد اتمی و حتی مواد اتمی کثیف که عنوان کثیف بهش میدن که یه درجه پایین تر از سلاح هسته‌ای. اینا چیزاییست که من مطالعه کردم و روی تجربه‌ام با جمهوری اسلامی و این که رژیم دائم دروغ میگه، یعنی این رژیم روز روشن یا تو چشم شما نگاه میکنه میگه تورم من 10%، ولی اونجا داره تورم 30%، جلوی چشم شما میاد من آدم نکشتم، سر دکتر بختیار میبره میگه من نکردم، اختلاف داخلی بود، قاسملو شرفگندی رو میکشه میگه من نبودم، فرخزاد رو میکشه من نبودم. در همه جرائمی که این رژیم مرتکب شده، تجاوز به زندانیان کرد ایزک میگه من نبودم، ما نبودیم، مثلا جنا بودن اومدن. حالا در مورد اتمی یه دفعه من حرفاشون بپذیرم، اما سازمان جاسوسی برای من تعجب داره. آقای دکتر سعیمی که استاد برجسته و بزرگواری هستند و تو امریکا سالها زندگی کردن، سازمان جاسوسی را
راست میگه همیشه بر پایه مساله خودشون هرچی میخواد نمیگن. در مورد ایران همیشه حرفشون درسته، اون گزارش 17 سازمان جاسوسی با گزارش های بعدی، با حرف های رئیس CIA، با حرف های وزیر دفاع آمریکا در تعارض و تضاد نبوده. همینطور با کشورهای دیگه در جریان انقلاب ما گزارشات اینا زد و نقیض نبود، همیشه اینطوره. سازمان های جاسوسی بر مبنای مساله ملی خودشون کار میکنن، قلب حقیقت میکنن، کمان که سازمان جاسوسی جمهوری اسلامی میکنه. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میاد میشینه میگه من آقای ماجرانی 18 میلیون از عربستان پول گرفتیم. فکر نمیکنه که 18 میلیون پول رو نمیشه قایم کرد، باید تو حسابت بذاری یا نقد اگه میاری چجوری برمیداری میاری. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، خب نظائرش کشورهای دیگه هم از این حرفا میزنه. من مجبورم خدافظی بکنم، بسیار از آقای دکتر سعیم معذرت میخوام، از شما آقای فروزنده، ولی من تصورم به من چنین تفهیم شده بود برنامه یک ساعته، ولی من آقای دکتر نوری‌زاده جوری تنظیم میکردم در خدمت آقای دکتر نوری‌زاده. آیا فکر میکنید که، البته من یه سوال 30 ثانیه‌ای هم از حضورتون داشتم، ولی آیا فکر میکنید که این آمادگی رو دارید چون خیلی از مسائل باقی موند هفته آینده این گفتگو رو ادامه بدیم؟ با کمال میل، و به من بگید مدتش چقدره که من تنظیم کنم. مدت برنامه 2 ساعته، از 12 تا 2 به وقت لس آنجلس که میشه 8 تا 10 شب شما. بسیار عالی، من در خدمتتونم. آقای دکتر فقط یک سوال 30 ثانیه‌ای دارم از حضورتون چون هفته آینده نمیتونم این سوال مطرح کنم. شما در آغاز صحبتاتون اشاره کردید که رفتید در تلویزیون تیشک و اونجا صحبتی کردید. من این برنامه رو دیدم که شما مصاحبه، یه پنل بود، پنل 2 نفره که شما صحبت میکردید. برای من بیش از صحبتهای شما و صحبت اون دوستمون، برخورد گوینده برنامه تهیه کننده مهم بود، یعنی جا نظرم رو جلب کرد که به نظرم میرسید کاملا تردید داره که در این به اصطلاح ایران صاحب چنین حقی هست. سوال به صورت حرفه‌ای مطرح نمیکرد، به صورتی که نمیخواست طرف مقابلم ناراحت باشه. ممکنه در مورد تلویزیون تیشک یه توضیحاتی بدین؟ بله، من چون زیاد حرف ایشون نمیشتم، چند بارم اعلام کردم صداتون بسیار ضعیفه، ولی تلویزیون تیش متعلق به حزب دموکرات کردستان ایرانه و حزب دموکرات کردستان تا اونجایی که من آشنایی دارم رهبرانش رو از زندیا دکتر قاسملو شرفکندی تا امروز کاک مصطفی هجری میشناسم، حزبیست مؤمن به تمامیت ارضی ایران و به هیچ روی اگر اینطور که شما میگید این آقای گوینده موضعی داشت، من تصور میکنم موضع حزب کاملا یه موضعی است که به یک پارچگی و استقلال سیادت ایران اعتقاد داره. سپاسگزارم، به شما وقت بخیر میگم. ممنونم از شما آقای دکتر سعیمی و بینندگان، خداحافظی. بینندگان عزیز، گفتگو بین دکتر سعیمی و آقای دکتر نوری‌زاده رو هفته آینده در همین ساعت از ساعت 12 تا 2 ادامه خواهیم داد و به مسائلی که مورد بحث هست خواهیم پرداخت و امیدوارم در اون برنامه فرصتی هم برای حضور شما و طرح پرسش های شما باشه. اون عده از شما که بخوان از طریق اسکایپ در طول برنامه بیان و پرسش هاشون رو مطرح بکنن، این امکان هم وجود داره که اگه بخواید تصویرتون نشون داده بشه و نقطه نظرتون رو مطرح کنید از طریق اسکایپ بتونید بیاید و در کنار مهمانان ما باشید و به پرسش های خودتون رو با پخش تصویر چهرتون ناظر و شاهد باشید. خب پیشبینی نشده بود که آقای دکتر نوری‌زاده ناچار باشن که هرچه زودتر جلسه رو ترک بکنن و باعث خوشحالی است که هفته آینده این رو ادامه میدیم. شما در خلال صحبت‌های خودتون اشاره کردید که احمدی نژاد از مذاکرات هسته‌ای حذف شده. چه اتفاقی افتاده که حذف شده؟ ببینید اصولا آقای احمدی نژاد از موقعی که با آیت الله خامنه ای درگیر شدن، یعنی درگیری که اصلا از قبل وجود داشت، ولی وقتی درگیری از پشت صحنه به بیرون صحنه اومد، به تدریج آقای احمدی نژاد رو از جایگاه یکی از کسانی که در تصمیم گیری کلان کشور شرکت داره رو کنار گذاشتن، به خصوص بعد از انتخابات مجلس که حدود 2 ماه پیش انجام شد. چون
تا قبل از انتخابات مجلس حاکمیت میترسید که آقای احمدی نژاد و گروهش با خرج مقدار زیادی پول بتونن مجلسی که قراره در یک ماه دیگه تشکیل بشه رو تحت کنترل قرار بگیرن، ولی اینا با استفاده از نظارت استصوابی و اینها تونستن تمام اونهایی که در حد امکان که میتونستن تمام طرفداران آقای احمدی نژاد رو مشخص کنن و اینا رد صلاحیت کنن و در نتیجه مجلسی که داره تشکیل میشه نیروهای عمدش در اون یکی جبهه متحد اصولگرایانی که طرفداران آقای خامنه‌ای هستن، یکم جبهه پایداری انقلاب اسلامیه که طرفداران آقای محمد تقی مصباحی یزدی هستن. طرفداران آقای محمد تقی مصباحی یزدی تا حدی طرفدار آقای احمدی نژاد بودن در گذشته، بسیار از اینا در دولت آقای احمدی نژاد کار کردن، منتها اینا همیلان در رابطه با آقای احمدی نژاد یه مقدار موضع‌گیری دارن. در عین حال اکثریت مجلس هم به نظر میاد که در دست جبهه متحد اصولگرایان هست که طرفداران آقای احمدی نژادن و به همین دلیل این آقای احمدی نژاد به تدریج از تصمیم گیری های کلان برای کشور کنار گذاشته شده. آقای محمدرضا باهنر که بسیار معاون مجلس هستن همین چند روز پیش گفتن که نظام تصمیم گرفته که آقای احمدی نژاد برای یک سال 15 ماه آینده تحمل کنه تا دوران ایشون به اتمام برسه و اگر ایشون کاری هم میکنن که ما باهاش مخالفیم ما باید به این مسئله به صورت با نیت خوب نگاه کنیم، یعنی فرض کنیم که ایشون نیت خوبی دارن در مورد کشور دارن این کار میکنن که جار و جنجال به راه نیفته، شرایط کشور حساس و اینا. این صحبت آقای باهنر رو خیلی کسای دیگه هم کردن و گفتن که نظام به اصطلاح اون جمهوری اسلامی ولایت فقیه و اینها تصمیم گرفت که آقای احمدی نژاد رو فعلا تا سال آینده تحمل کنه ولی در این حال ایشون رو از تصمیم گیری های کلان کشور به خصوص در مورد روابط خارجی کنار بذاره تا اینکه ایشون به اصطلاح با آبرو از به اصطلاح کادر سیاسی ایران خارج بشه و مملکت برگرده به اون حالی که طرفداران ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای میخوان. اینکه آقای احمدی نژاد بعد از 2 سال عدم حضور در مجمع تشخیص مصلحت رفت و در کنار آقای رفسنجانی نشست، این رو باید تعبیر خاصی ازش کرد. ببینید به نظر بنده آقای احمدی نژاد وقتی که روی کار اومد به آقای رفسنجانی بسیار حمله کرد و اصولا همه چیز رو مسئله ایجاد کرد، ولی از موقعی که آقای احمدی نژاد از به اصطلاح از تصمیم گیری های سیاسی به تدریج کنار گذاشته شده ایشون شروع کرده سیگنال فرستادن برای آقای احمدی برای آقای رفسنجانی. یه نمونه خدمتون عرض کنم، جار و جنجال عظیمی به راه افتاد در مورد اینکه دانشگاه آزاد اسلامی رو کی کنترل میکنه و بعد اون وقت قرار شد که اصطلاح آقای فرهاد دانشجو بشه رئیس دانشگاه آزاد. حکم آقای فرهاد دانشجو رو باید آقای احمدی نژاد امضا میکرد. آقای احمدی نژاد یا آقای رفسنجانی؟ آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد. منتها آقای رفسنجانی به عنوان رئیس به اصطلاح اون گروه معتمد دانشگاه آزاد مخالف این کار بود، با وجود که اون گروه اکثریتش در دست طرفداران آقای خامنه ای بودن. چون آقای رفسنجانی مخالفت کرد بنابراین آقای احمدی نژاد میتونست که حکم ایشون رو صادر کنه امضا کنه، ولی آقای احمدی نژاد این کار رو نکرد و در نتیجه حکم آقای فرهاد دانشجو رو برادرشون آقای کامران دانشجو که رئیس به اصطلاح وزیر علوم هستن از طرف شورای عالی فرهنگی امضا کردن. این به نظر من یه سیگنالی بود که آقای احمدی نژاد به آقای رفسنجانی فرستاد. بعد وقتی که آقای فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد شد، رئیس قبلی دانشگاه آزاد آقای عبدالله جاسپی که از نزدیکترین آدما به آقای رفسنجانی، آقای احمدی نژاد یهو ایشون به ایشون حکم داد و ایشون رو کرد مشاور امور فرهنگی خودش. یعنی شما نگاه کنید آقای احمدی نژادی که تا فرض کنید 6 ماه قبل به شدت به هر چیزی که مربوط به آقای رفسنجانی میشد حمله میکرد یا هر چیزی که به آقای رفسنجانی مربوط نبود سعی میکرد ربطش بده به آقای رفسنجانی و حمله کنه، یهو به طور ناگهانی برایشون سیگنال فرستاده که شاید بیایم با هم دیگه متحد بشیم و در برابر اینا وایسیم. شاید معنیش اینه. این چون میدونید در ایران که اوضاع سیاسی خیلی اوپکه، خیلی کدره، ما شفاف که نیستش که، ولی من این دوتا رو به صورت تعبیر میکنم از اینکه گروه آقای احمدی نژاد بدش نمیاد که اگر بشه به یه نوعی با آقای رفسنجانی و طرفداراش به یه تفاهم برسن برای انتخابات ریاست جمهوری سال دیگه. در رابطه با نشستن ایشون در کنار آقای رفسنجانی در مجمع تشخیص هم به نظر من این باز ادامه همون سیگنال هاییه که آقای احمدی نژاد داره به آقای رفسنجانی میفرسته. یعنی آقای احمدی نژاد چون متوجه شده که از لحاظ قدرت سیاسی به جای خیلی پایینی کشیده شده و چون میدونه که آقای رفسنجانی نفوذ داره
در بین گروه‌های مختلف نفوذ داره، مثلا کادرهایی که داخل نظام هستن اینا نفوذ داره، اینها بعدشون نمیاد که یه به یک نوع تفاهم با آقای رفسنجانی دست پیدا کنن و من اینو در رابطه با همین موضوع می‌بینم. پایان خوشخدمتی‌های احمدی نژاد در پایان دوران ریاست جمهوریش چه خواهد بود؟ او مجبور به گنج انزوا بره و فقط به عنوان یک رئیس جمهور سابق باشه با 1001 برخورد متفاوتی که باهاش است، یا نه اون در جایگاهی قرار میگیره همونطور که خاتمی قرار گرفت؟ ببینید آقای احمدی نژاد برخلاف آقای خاتمی یکی از خصوصیاتش اینه که هر جا که هست باید رئیس باشه، یعنی همه با ایشون حرف بزنن بقیه به حرفشون گوش کنن. بنابراین به عنوان مثال اگه آقای احمدی نژاد دوران ریاست جمهوریش تموم شه و مثلا به عنوان اینکه رئیس جمهور سابق و 8 ساله ایران است، حالا با تقلب و اینا ما کاری نداریم، ولی به هر حال 8 سال رئیس جمهور رسمی ایران بوده، آقای خامنه‌ای بخواد ایشون رو به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بذاره، ایشون نخواهد رفت. اگه ایشون بخواد در انتخابات مجلس بعدی شرکت کنه، به احتمال قوی ایشون رأی خواهد آورد. بدانید که آقای احمدی نژاد یه تعداد معین رأی داره، اونایی که فقیرن، اونایی که کمتر به تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران و بقیه جهان آگاهن، به ایشون رأی خواهد داد. ولی برای آقای احمدی نژاد مجلس هم جای کوچکی خواهد بود، مگر اینکه ایشون بتونه رئیس مجلس بشه. ولی ایشون رئیس مجلس هم نمیتونه بشه، به دلیل اینکه نیروهایی که در داخل مجلس هستن حاضر نیستن ایشون رو به عنوان رئیس مجلس انتخاب کنن و دنبال‌روی از ایشون کنن. بنابراین من فکر می‌کنم که آقای احمدی نژاد اگر دوران ریاست جمهوریش با صلح و صفا به اصطلاح تموم بشه سال دیگه، ایشون به طور کلی از صحنه سیاسی حذف خواهند شد. بله. اگر حذف فیزیکی نشه. بینندگان عزیز به پیام های بازرگانی تلویزیون توجه می‌فرمایید. بعد از پیام های بازرگانی با توجه به نبود آقای نوریزاده فرصت مغتنمی هست اگر شما در رابطه با صحبت هایی که آقای نوریزاده و آقای دکتر سهیمی، البته بیشتر در رابطه با دکتر سهیمی برای اینکه دکتر نوریزاده نیست که جواب بده، پرسش و نقطه نظری داشته باشید، میتونید از طریق تلفن با ما تماس بگیرید و همونطور که عرض کردم حتی از طریق اسکایپ میتونید تماس بگیرید و روی صفحه تلویزیون بیایید و نقطه نظر خودتون رو مطرح کنید. با ما باشید پس از پیام های بازرگان. نیامده ایم که شما را بخندانیم، قرار هم نیست شما را بگریانیم. نمیخواهیم از سیاست بگوییم، نمیخواهیم مشکلات اجتماعی را بازگو کنیم. ما مخالف نیستیم، موافق هم نیستیم. ما آمده ایم در کنار شما زندگی کنیم و همچون زندگی گاهی شاد و خندانیم، گاهی تلخ و گاهی گریان، گاهی مخالف و گاهی موافق. ما تنها بودیم، تنها ماندیم و این بار میخواهیم در کنار شما تنها باشه. نمایش آرزو دارم کاری جدید از گروه تنها 22 اپریل ساعت 6 بعد از ظهر در خانه فرهنگ و هنر ایرانیان. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط می توانید با شماره های 949-205-8873 و یا 949-201-0101 تماس حاصل فرمایید. اطلاعیه مهم مرکز منطقه‌ای شیکاگو. مرکز منطقه‌ای شیکاگو تایید شده وزارت امنیت ایالات متحده آمریکا با داشتن پروژه‌های تایید شده اداره مهاجرت آماده همکاری با سرمایه گذاران ایرانی و متقاضیان گرین کارت آمریکا با شرایط اقساط می باشد. دفاتر در شیکاگو، دبی و چین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن فارسی زبان این دفتر 201-312-427-0911 تماس حاصل فرمایید. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان، برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو،
لاس ویگاس، لاس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. لاس ویگاس، رستوران خانوادگی ویلج در منطقه مسکونی نزدیک استریپ افتتاح شد. رستوران ویلج در فضای آرام و دلپذیر با غذاهای با طعم ایرانی و مدیترانه ای آماده پذیرایی از شماست. آدرس 4255 سافت دورانگو درایو، thevillagelasvegas.com. رستوران خانوادگی ویلج در لاس وگاس. بینندگان عزیز، برگشتیم و در ادامه برنامه امروز نسیم شمال با شما هستیم. بیننده با تلفن‌های تلویزیون، البته من نمیتونم ببینم، 818-301-8000، همین از حفظ گفتم، بله درست گفتم، 818-301-8000 میتوانید با استودیوی تلویزیون اندیشه تماس بگیرید، پرسش و اگر اظهار نظری هم دارید میتوانید بفرمایید. اگر میخواهید از طریق اسکایپ هم صحبت کنید، با اتاق فرمان میتونید آدرس اسکایپتون رو بدید، شما رو از طریق اسکایپ وصل میکنن که اظهار نظرتون رو بفرمایید. بیننده روی خط هستن، با ایشون شروع میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده، درود بر شما مهمان گرامیتون و سپاسگزار از این برنامه‌های آموزنده و بسیار خوبتون. من از هممیهنان خوزستانی هستم. در این برنامه به نکاتی اشاره شد در رابطه با تمامیت ارضی ایران و در رابطه با جزیره های همیشه ایرانی، جزیره های سگانه. من مطلبی رو اگه میخواستم اجازه بدید من به عرضتون برسونم. بفرمید خواهش. جناب فروزنده، به عنوان یک خوزستانی و به عنوان یک ایرانی من میخواستم به عرضتون برسونم اصلا بر اون بدبختی ها، کشتار ها ای که ما در جنگ متحمل شدیم. الان حداقل حدود 10 تا 20 سال ما با یه دشمن خانگی به نام پان عربیست روبرو هستیم. با درود به جناب نوریزاده و تلاشایی که در راستای ایران پرستی میکنن، ولی من این مطلب رو میخواستم خدمتون عنوان بکنم. این دشمن خارجی، این دشمن داخلی به کمک نیروهای خارجی مثل عربستان، جمهوری جعلی آذربایجان و امارات مسائلی رو بر ما تحمیل کردن و صدای ما هم متاسفانه به جایی نمیرسه. ای کاش میشد برنامه‌ای میذاشتیم در رابطه با تحرکات تجزیه طلبانه در استان خوزستان و شور و بدبختی هایی که بر ما تحمیل شده از 10 سال گذشته و آغاز این اوج این مسائل در دوران آقای خاتمی شروع شد، ایجاد احزاب عربی در خوزستان و به سو الان یک حالت به قول گفتنی، درسته که تلویزیون الجزیره اسم ایران رو گذاشته اسرائیل و ثانی یعنی اسرائیل دوم، ولی واقعا یک کوچ اجباری بر ما تحمیل شده به دلیل نبود امنیت در استان، به دلیل رفتارهایی که میشه، بمب‌گذاری ها و مسائلی که بر مردم خوزستان تحمیل شده. از هر، شما میتونید تحقیق بفرمایید، از هر 10 خانه‌ای که در بنگاه ها گذاشته شده در خوزستان برای فروش، 8 یا 9 تاش متعلق به غیر عرب هایی هست که دارن استان رو ترک میکنن و به دستور شیوخ اینها تمام مزاحمت های خیابانی، دزدی ها، درگیری ها با غیر عرب ها داره انجام میشه که از مردم اون استان رو ترک بکنن و با پول عربستان و با پول امارات
ده ها هزار نفر در استان خوزستان وهابی شدن. خیلی جالبه، شاید شما اینو ندونی، روی بعضی از خیابون ها نوشته یانکی گو هوم، یا این هازا مدینت عربیت المحتل، این شهر عربی اشغال شده است و برنامه ریزی های شده ما رو دارن از اون استان بیرون میکنن. آقای فروزنده، مسائل بسیار بغرشتر، بسیار پیچیده تر و بسیار ریشه تر از اون چیزیه که به دید میاد و در هیاهوی جمهوری اسلامی گم شده. من اسمم سروش مهراد، دانشجوی رشته روابط بین الملل هستم و جانم فدای ایران، ولی خواهش میکنم دست ما از خیلی جاها کوتاست، صدای ما در این قوقاهای انرژی هسته‌ای و نیروی هسته‌ای و چیزهای دیگه گم شده. تجزیه طلبی در استان و در استانهای دیگه ریشه‌ای تر از اون چیزیه که به دید میاد و بیشترش از سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری ایران یا آذربایجان جعلی، کشور عربستان و کشور امارات به شدت داره انجام میشه. استعمار هم دست اینها رو در دست هم گذاشته. شما به تلویزیون پیش که اشاره کردید و آقای نوری‌زاده گفتن اینها به تمامیت ارضی، ما هم به کردها به عنوان پایه‌گذاران این کشور احترام میذاریم، ولی جناب فروزنده عزیز ببخشید که وقت تو رو دارم میگیرم، ولی تلویزیون تیش و بسیاری از این تلویزیون های کردی دیگه دارن به نیروهای تجزیه طلب آذری و عرب خوزستانی ساعت میدن و تمام این برنامه ها برنامه های ضد ایرانی و تمامش توهین به ملت ایران و اقدام برای آماده سازی و بسترسازی برای ایجاد تجزیه در ایرانه. در استان خوزستان مسائل بسیار بحرانی‌تره، چون برخلاف استانهای دیگه همراه با بمب‌گذاری، آقای فروزنده، بمب‌ها رو در دم بیمارستان، مدرسه ها، در اهواز لشکر وجود داره و سپاه نیرو داره، اینها جرأت ندارن به اونجا نزدیک بشن. در بانک ها، در پاتاش هایی که مردم به قول معروف به اونجا برای خرید رفت آمد میکنن، در دم بیمارستان که مردم بیمارشون رو به اونجا میارن، بمب‌گذاری کردن و مردم به تیکه تیکه کردن، خدا رو گواه میگیرم، در بانک سامان، در چیاپاس دست به یک جا، پا به یک جا، بدنهای تیکه تیکه شده. این لیاقت و شرافت ایرانی نیست که به این روز بیفته. و الان بعد نیروهای ملی و پانیرانیسا در خوزستان دونه به دونه باید به زندان برن و با وثیقه های چند صد میلیونی و زندانی های طولانی بخوان روبرو بشن. نیروهای ملیگرا رو و وطن پرست و پانیرانیس رو در خوزستان دستگیر میکنن و این نیروهای خلقی باور نمیکنید آقای فروزنده، یعنی طوری شده که اینها به قدری دیگه از ما نفرت دارن که پرچم جمهوری اسلامی رو که روش الله اکبر نوشته میاد در ملعه اقدام به آتش زدن. متشکرم از اظهار نظری که فرمودید، یه مقدارم طولانی شد. 8 دقیقه و 50 ثانیه شما صحبت کردید، البته مسئله مهمی رو مطرح کردید، ولی خواهش میکنم از بینندگان عزیز برای اینکه دیگران هم بتونن نظراتشون رو مطرح کنن، حداقل زمان ممکن استفاده بفرمایید. در این حال این دوست محترم میتونن از طریق ایمیل من با من در تماس باشن و اگه نقطه نظرهایی دارن بتوانن مطرح کنن و اگر مسائلی باشه که باید بپردازیم و در حد امکان ما باشه، شک نداشته باشید بهش خواهیم پرداخت. شما نظری دارید در این مورد؟ نه خیر، من فقط یک نکته رو می‌خواستم بگم. بعضی از نکاتشون برای من خیلی تازگی داشت. بله، صحبت ایشون به نظر من صحبت های بسیار مهمیه، چون ما کشور ما از اقوام های مختلف ساخته شده و واقعیتی که مسئله اقوام در ایران همیشه این مسئله مهمی بوده. ولی من یه نکته‌ای که می‌خواستم به صحبت ایشون اضافه کنم در مورد صحبتی بود که آقای دکتر نوری‌زاده زدن که مربوط به همین حرف ایشون میشه. ببینید، ایشون وقتی در مورد پاکستان داشتن صحبت میکردن میگفتن ما پاکستان رو دشمن بالقوه ایران نمیدونیم، و یکی از دلایلی که میگفتن این بود که ما در بین بلوچ ها در پاکستان نفوذ زیاد داریم. کجای این موضوع اینه؟ ما در بلوچستان پاکستان گروه تروریستی جندالله داریم که این گروه اجازه بده حرف های دکتر نوری‌زاده چون نیست جواب ندین، هفته آینده هستن. یعنی می‌خواستم بگم این جو صحبت ها هم هست که این صحبت ها باید روش پرداخته بشه، ولی حق با شماست، میتونیم بفرمایید. خواهش میکنم. الو، بفرمایید آقا. سلام عرض میکنم آقای. سلام عرض. سلام. من تو آقای دکتر سعیمی عرضم حضور شما که من یک کامنت دارم و یک سوال از آقای دکتر سعیمی. اولا آقای نوری‌زاده که تکلیفشون روشنه در این چند سال گذشته که مرتب در تمام مراحل هم دیده میشن،
و افشاگری های خیلی خیلی دقیقی هم در تمام زمینه ها میکنن، ولی متاسفانه در تمام طول این چند سال حتی یک مدرک، یک دکومنت از این افشاگری هاشون و این حرفاشون تا حالا ارائه ندادن و متاسفانه خودشون رو نخود هر آشی در تمام موارد میکنن و این لطمه به مبارزات اپوزیسیون داخل کشور میزنه. شما نمیدونید که امپرسیون مردم داخل ایران نسبت به آقای نوری‌زاده و برنامه‌هاشون چی هست، که این چون عمومیت داره ولی ایشون هم تشریف ندارن و ایشون، من نمیخوام بگم کار داشتن با خانمشون، میخواستن برن مهمونی، بلکه از زیر سوالای آقای دکتر سعیمی رو ریختن. عرضم به حضورتون، امیدوارم هفته دیگه تشریف بیارن. ولی سوال من از جناب دکتر سعیمی این هستش که با توجه به اینکه شما آقای فروزنده چند تا سوال خیلی خوب از آقای دکتر سعیمی در مورد آینده ایران فرمودید، من میخواستم با توجه به تمام، چون ایران تافته جدا بافته از تمام جهان نیستش و تمام حوادث جهان اهم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سوغلجشی به روند سیاست ایران ارتباط مستقیم داره، با توجه به تمام وضعیت موجود در جهان که اعتماد دارم آقای دکتر سعیمی به اون اشراف کامل دارن، آینده ایران در بستر این جامعه جهانی و واکنش هایی که نسبت به جامعه جهانی خواهد داشت، نه مسئله داخلی و منطقه‌ای، مسئله داخلی و منطقه‌ای عضوی جزئی از این مسئله جهانی است که در این تردیدی نیست و جزء خیلی مهمی هم هست، چون مسئله خاورمیانه که امروز امریکا و امپریالیسم چه واقعا به اون منطقه چشم خیلی چارتایی دوختن. به ما بفرمایند که آینده ایران در این بره از وضعیت، در این بستر از وضعیت جهانی و اقتصاد جهانی که امروز زیر سوال چگونه خواهد بود؟ چه خواهد بود؟ خیلی متشکرم، ببخشید خواهش میکنم. ببینید هموطن عزیز ما سوال بسیار خوبی کردن. البته بنده در مورد مسائل اقتصادی و اینکه روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج چگونه باید باشه و چگونه میتونه باشه تخصصی ندارم و ترجیح میدم هم این جواب سوال رو به متخصصین واگذار کنم، ولی در مورد آینده ایران مهمترین مسئله واضحه. مهمترین مسئله اینه که ما باید اول در ایران یه حکومت دموکراتیک داشته باشیم. فقط یک حکومت دموکراتیک که نماینده اکثریت مردم ایرانه و نه تنها نماینده اکثریت مردم ایرانه، بلکه مورد قبول اقلیت هم هست و این اکثریت و اقلیت همه چیز در این مشترکن که این حکومت حکومتی است قابل پذیرش، ولی انتخابات تعیین می‌کنه که کی اکثریت و کی اقلیت. فقط در وقتی که به اونجا رسیدیم، اون وقت میتونیم روابط خودمون رو بر مبنای خاص اکثریت با کشورهای خارج تنظیم کنیم. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم و برای اینکه بتونیم مستقل باشیم، ما احتیاج به حکومت دموکراتیکی در ایران داریم که دموکراسی واقعی باشه. دموکراسی واقعی هم یکی از عناصرش اینه که مستقل از حکومت‌های واشنگتن و پاریس و لندن و اینها باشه. به نظر من حکومتی که اسم خودش رو دموکراتیک بذاره ولی فقط در راستای خواسته های مراکز مهم قدرت در سطح جهان باشن، این حکومت دموکراتیک نمیتونه باشه، حتی اگر ظاهر دموکراتیک داشته باشه. بنابراین اول باید حکومت دموکراتیک باشه، حکومت دموکراتیک واقعی و ملی و مورد قبول مردم باشه، و وقتی که این کار شد، اون وقت بر طبق خواست مردم و بر طبق برنامه‌ریزی که میشه انجام داد، ما میتونیم با بقیه جهان کنار بیایم و روابط مسالمت‌آمیز با بقیه جهان و با همسایگانمون در خاورمیانه داشته باشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید روی خط هستید. من منتظر خط هستم. آقا روی خط هستید، صحبتتون رو بفرمایید. بله قربان، بله میتونید صحبت کنید. سلام آقای فروزنده. سلام. من از بینندگان برنامه شما هستم. بفرمایید خواهش می‌کنم. می‌خواستم من از بینندگان برنامه شما هستم. من از آقای سمیعی میخواستم یه سوال بکنم. فرق پاکستان و اسرائیل با ایران چیست؟ در پاکستان و اسرائیل کدام ملت دخترانش رو تجاوز میکنند؟ کدام میلیاردار دلار به دزدی میرود کسی صاحبش نمیشود؟ کدام جوانان رو در ملا عام اعدام میکنند؟ ببخشید من میتونم بگم از اسم شما پیداست چون شما سم خوردی به آقای سمیعی معروف هستید. ببخشید آقا، شما اول نمیتونید حتی حرف بزنید. سهیمی هست اسم ایشون، سمی نیست. ای داد بر من، گاهی اوقات آدم اصلا مایوس میشه.
برای کی داری کار میکنی؟ ایشون محمد سهیمی است، از سهامدار میاد، از شریک میاد، محمد سمی نیست. آقا قبلا آقای فروزان یه عده به بنده میگفتن که سمیمی، جوابی هم که بنده میدادم میگفتم که بنده سهیمی هستم ولی سمیمی هستم. ولی سمی رو دیگه تا حال کسی من نگفته. بعد این واژه جدیدی بود. بله بفرمایید، خواهش میکنم. الو علیکم زنده. بله قربان، هم بفرمایید. روزتون بخیر. من میخواستم برخلاف الان آقای سهیمی که سال های سال طرز تعلیم های ایشون رو به دقت دنبال میکنم، بجب این سوالی که راجبه بلد دیدار احمدی نژاد و رفتنش با رفتنی های تو مجموعه تشخیص مصلحت، این آقا رو جمعا بگم که جمهوری اسلامی چند تا خط موازی سال های سال درست کرده، یعنی عمدن یه سری خط های موازی درست کردن و بعد بازی رو مردم ایران بعد بازی رو کشورهای منطقه یا دنیا، اینا آقایون به صورت موازی میگن و خب طبیعتا خاصیت این بازی موازی اینه که هم میتونن به اهدافشون برسن، هم میتونن مردم رو سر کار بذارن، هم میتونن در مسائل مثلا مثل اتمی کاملا وقت بخرن یا این فریبکاریهاشون رو ادامه بدن. این نقش این مرده که احمدی نژاد رو زدن چند سال تصور کن که یه آدم لاس با اون طرز برخوردش مثل در مسائل اتمی بیاد و با اون به اصطلاح خصوصیاتی که داره اینجوری در اون لحن لاس و اونجوری بیاد و تا اونجا که میتونه اهداف شما جمهوری اسلامی به انجام برسونه که تقریبا رسونده. یه اصولی هم مثل رفسنجانی که خب از احمدی نژاد خیلی شناخته تر شده و خیلی ماهیتش روشن تر بود، تا حالا ثابت کرده که یه موقع در نقش علیجناب سرخپوش باید نقش بازی میکنه، دست همه جنایتکارا و دزدا رو از پشت بسته. الان هم به توجه به اینکه اگر این زمانی که همین روزهای احساس میشه جمهوری اسلامی این مرحله خوردن جام جهانی مجدد شاید بدتر از جام جهانی برسه، احمدی نژاد طبیعتا متوجه میشه که اهداف مهم مثل اهداف مشکل از اون جمهوری اسلامی بعد رسونده، نقشش کمتر میشه. این جنایتکاری مثل رفسنجانی الان به عنوان به طور مثال در نظر مفسرین مثل متاسفانه مثل آقای سهیمی اگه بهشون رو بگیریم اینا را این جماعت در حتی همه کبیر هم میگره بالاتر. حالا تا آقای سهیمی خب از این مداره که میشم سو استفاده میکنه، ولی به نظر من این شور افسر مثل تلیتوت پاسی واقعا داری به نظر من اگه واقعا این محاط جمعه بیتفرمی تو پیشونشون بذارن خیلی مردانه تره. اگر اون هم تعلیم هایی که ایشون رای میده و با این چیزهایی که ما از سیاست میدیم این ها شدن کشتشتکه جمهوری اسلامی و هر مزخرفی دنیای تحلیل دنیای تحلیل. تا زمانی که مؤدبانه صحبت میکردید صداتون رو قطع نکردم، ولی زمانی که شروع کردید از دایره نزاکت شأن این تلویزیون خارج شدید، صحبتاتون نشنیدنی است نه پاسخ دادنی. بفرمایید، خواهش میکنم. الو جناب آقای فرزنده. بفرمایید، خواهش میکنم. من رو خط هستم. بله قربان. سلام خدمت رو عرض میکنم و خدمت آقای دکتر سهیمی و به خاطر رکگویشون خیلی متشکرم. البته یه چیز رو من میخواستم خدمت شما عرض کنم. ما برای این چیزا که پشت پرده از اول انقلاب تا الان چی میگذره، این جریان کارتلا و تراست هست، یعنی همیشه خرد میشه به پول و من فکر میکنم اینجوری به این سادگی نیست که آقای نوریزاده بیان صحبت میکنن از تاریخچه خیلی ابتدایی صحبت میکنن راجع به سیاست. عذر میخوام من از آقای نوریزاده، ولی ما باید واقعا رک صحبت کنیم، یعنی بیایم همه چی رو بی پرده مثل آقای دکتر محمد سهیمی واقعا به مردم بگیم. الان 32 ساله ما درگیر این هستیم، یعنی مسئله کپیتالیسم ما اصلا فراموش کردیم. ببینید الان 33 ساله آمریکا داره به ایران، به جمهوری اسلامی ایران خوراک تبلیغاتی میده. یعنی من فکر میکنم حتی قضیه انرژی هسته‌ای یا دیدار آقای احمدی نژاد بعد از 3 سال تو مجمع تشخیص مصلحت، اینا همه شوخی نیست، اینا یه چیزای پیچیده پشت پرده است. خیلی آقای نوریزاده مسائل ساده تر نگاه میکنن. ببینید اینا همش قضیه پول خواهد بود، یعنی من فکر میکنم بودن جمهوری اسلامی هم حتی
به خاطر مسئله پولیه که آمریکا داره. ببینید اصلا بالانس نبوده، چه تو دوره بوش چه تو دوره باراک اوباما برخورد امریکا با جمهوری اسلامی هیچ وقت استریت نبوده، هیچ وقت مستقیم نبوده، بالا پایین داشته بالا پایین داشته. یعنی همون بازی که جمهوری اسلامی میکنه آمریکا همین ور داره میکنه. یعنی من فکر میکنم، تصور میکنم که جمهوری اسلامی داره واقعا پشت پرده با آمریکا رابطه بسیار نزدیکی داره، با انگلیس رابطه بسیار نزدیکی داره. و من تعجب میکنم اصلا مردم به اون اصل قضیه، به اون پشت پرده توجه نمیکنن و فکر میکنن که مسائل به همین سادگی که آقای نویزاده میفرمان. ولی نه، مسائل خیلی پیچیده تر از این هست. من فکر میکنم با این طرز تفکری که با این عوض بخوام، نه شما رو نمیگم، آقای دکتر سعیمی رو نمیگم، مردم فکر میکنن این جمهوری اسلامی، من فکر میکنم تا 65-60 سال آینده هم خواهد. سپاسگزارم. نظری دارید؟ خب نظر هموطنمونه، ایشون اینجوری فکر میکنن. من البته فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی در پشت پرده با دولت آمریکا روابط خیلی نزدیکی داشته باشه. من شواهد و قرائن لااقل آنچه که ما میبینیم اینطور نیست، ولی خب در دنیای سیاست هر چیزی امکان پذیره، ولی من فکر نمیکنم اینطور باشه. بفرمایید، خواهش میکنم. با من دیگه افروزنده. بله با شما هست. با سلام تشکر از برنامه خوبتون جناب افروزنده. موردی که فقط میخواستم یک کامنت روش بدم این بود که مثلا شما زمانی که برای دیبیت افراد انتخاب میکنید، به نظر من باید به رزومه سیاسیشون یه نگاهی بکنید. زمانی که میریم رزومه سیاسی آقای نوری‌زاده رو میبینیم، میبینیم ایشون یه روز طرفدار خاتمی بود، یه روز طرفدار رفسنجانیه، یه روز به جورج بوش طرفدار کامل جورج بوش بود و هر روز کله ایشون از زیر یکی از لاپ یکی از افراد در میمت میشه. خب من به عنوان بیننده شما چجوری میتونم به حرف ایشون اعتماد و تراست بکنم؟ و قبل از این یکی مورد دیگه هم که اصلا فکر کنم این افراد، میگم از اونجایی که طرفدار جنگ بودن، قبل از اینکه هر مسئله‌ای بخوام اظهار نظر کنم، باید بیان به نظرم معذرت بخوام به ملت عراق، مردم عراق به خاطر جنایتی کشته و اینا کاملا طرفدارش بودن، قبل از اینکه بخوام سر هر مسئله دیگه صحبت بکنم. و من انتظار از برنامه شما، کسی که همیشه مخالف جنگ بوده، دارم که قبل از هر چیز دیگه اینا بیان، فقط یه اولین چیزی که باید باشه یه معذرت‌خواهی از مردم عراق به خاطر طرفداریشون از جنگ عراق. همین. متشکرم. سوالی ببینید، سوال خیلی خوبی بود، ولی فکر میکنم آقای دکتر نوری‌زاده خودشون باید اینجا باشن، چون خود بنده هم در این مورد نسبت به موضعی که ایشون در مورد دفاعشون از حمله آمریکا به عراق داشتن انتقاد بسیار زیادی دارن، ولی ایشون باید تشریف داشته باشن که با هم باشن. بله بفرمایید، خواهش میکنم. قربان، سلام. با درود به شما و همت بالاتون که همیشه بحث‌های جدی می‌گیریم. قبل از اینکه من سوالم از جناب آقای سهیمی برای آقای نوری‌زاده که نیستن بگم، اول اجازه میدین یه خبری به صورت بریکینگ نیوز خدمتتون بدم؟ بفرمایید، سریع. شخصی که در انفجار دادگاه آرژانتین، در دادگاه مرکز یهودیان آرژانتین چیز داشت و تو ایران تو آمریکا آمد و خودش این بود که لانسه کرد و یه مقدار میدیای ایرانی داد به بازی گرفت، اخیراً کلاهبرداری این در دادگاه است، یعنی چیزی نیست که من خودم میخوام. نه، اجازه بدید. اگر حکم دادگاه صادر شده یه بحث دیگه است، ولی اگر حکم دادگاه صادر نشده اسم کسی رو نگیرید. این در روزنامه آگهی داره؟ نه قربان، نه آگهی داره یا نداره، من شما رو روی هولد میذارم، صداتون رو قطع نکردم. اسم هیچ کس رو نمیتونید بیارید مگر حکم دادگاه صادر شده باشه و در محدوده حکم دادگاه شما میتونید صحبت بفرمایید. دوباره میارمتون رو خط، فقط سریع تر بفرمایید. کسی در آمریکا برای هر کاری لایسنس میخواد، میدونید شما بهتر از من، متاسفانه در کار رسانه ها، نوشتاری، گفتاری و حتی در ارائه نظر دادن، ارائه نظر گرفتن، هیچ کس مسئولیتی هم بده. شما الان من رو استاپ متوقف کردید در مورد بندم، میدونم اینو چشم. فقط من یک دقیقه و نیم وقت دارم، خواهش میکنم نقطتون رو بفرمایید. متاسفانه در این بی سر و سامانی اون با همه هم صاحب تلویزیون و رادیو دارن میشن، هم جلو دوربین قرار میگیرن، هم نظری نمیدن و هیچ کس مسئولیتی رو نه به دوش میگیره
و بهش ازش میخوان. حتی در جامعه آمریکا مثالش همین آقایون پرزیدنت ها میان همه بولار میرن، حتی همین جامعه اوباما ایش تا در مملکتی که حرف زدن به قدرت داره در اینجا متاسفانه ما از اونها یاد گرفتیم. سپاسگزارم. همین مملکت با همین بیدر و پیکریش و لایسنس نداشتن برای رادیو و تلویزیون و روزنامه، ببینید من الان میتونم ادعا کنم روزنامه نگارم. اینجا فقط یه پرسش بیننده زدم و اینو به دیوار بزنم، این همون ادعاییست که سردبیر نیویورک تایمز میتونه بکنه. این مملکت با همین بیدر و پیکریش دلیل رشد رسانه هاش، تنوع عقایدش، با همه محدودیت هایی که داره نسبت به هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست، همین بیدر و پیکری است. شما باید حساب و کتاب داشته باشید، ببینید به چی نگاه میکنید، چی گوش میکنید، کی میگه. شما قدرت تشخیص بیننده عزیز و شریف من باید داشته باشید. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، دنیا رو حتما میتونید تا هفته آینده به کام خودتون بچرخونید و بگردونید، چرا که مجددا طبق قولی که روی صفحه تلویزیون دادن آقای دکتر محمد سهیمی و جناب دکتر علیرضا نورزاده با هم بر سر مسائل بسیار مهمی بحث خواهند کرد. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. مرسی.